الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بینندگان عزیز و گرامی سلام الله علیکم و رحمته و برکاته در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه تا با آن روی سکه دین فروشان و مذهب فروشان رافضی بیشتر آشنا بشیم یکی از ویژگی‌های بارز این دین ساخته و پرداخته یهود این است که تقریبا میشه گفت همه روزهای سال رو تبدیل کردن به ماتم و به عزاداری و این بهانه خوبی است برای اینکه خرافات و خزعبلات و باطل‌های خودشون رو در قالب نوح سرایی و عزاداری به خورد مردم بدن برای اثبات این ادعای باطلشون اومدن تهمت‌هایی رو به الله و به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دادن. کلیپی که انشالله با هم می‌بینیم عنوانش هست آیا الله متعال هم عزادار می‌شود؟ کلیپ شماره 791 انشاءالله این کلیپ رو میبینیم و بعد از اون نمونه های از عزاداری های اینها رو هم خدمتتون من اینجا نشون خواهم داد و همونطوری که گفتم اینها با این مراسم خرافی و با این مراسم باطلشون میخوان مردم رو سرگرم بکنن و کسانی که از دین بیخبرن از قرآن بیخبرن از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیخبرند به دنبال این آخوندهای فرصت طلب را افتادن و اون کرامت انسانی رو که الله سبحانه و تعالی نصیب کرده به انسانها ولقد کرمنا بنی آدم اونو فراموش کردن با همین کلیپ رو میبینیم و دوباره انشاءالله برمیگردیم خدمت شما عزیزان با ما همراه باشید آیا الله متعال هم عزادار میشود؟ عزاداری ما همراهی با آدم است، همراهی با نوح است، همراهی با خداست، همراهی با خداست. ببینید خصائص شیخ ششتری را اهل علم ببینید و بگید برای جوانای تشنه و عاشق. خدای منان در مناجات با موسی فرمود یا موسی صغیرهم یمیته العطش، صغیرهم یمیته العطش و کبیرهم جلده منکمش. بچه‌ها از تشنگی و تزیر خار و بوتا میمیرن، بزرگا پوست بدن میخشکه میترکه خون میده. اسوه ما در عزاداری خداست، خاتم الانبیاس، آدم، نوح، ابراهیم، اسماعیل، خصائص الحسنی شیخ ششتری رضوان الله علیه. ببینید خدا بر امام حسین روزه خونده، پیغمبر بر امام حسین روزه. اول روزه خان خود خداست و اولین مستمع آدم ابوالبشر جب.
حاج آقا، در کدام کتاب آسمانی آمده که الله متعال روضه‌خوان حسین بوده است؟ این مناجات‌های دروغینی را که به الله متعال نسبت می‌دهید در چه کتابی و با کدام سند معتبر ذکر شده است؟ الله متعال چه نیازی به بندگان خود دارد که برای آنان عزاداری کند؟ آیا عزاداری برای بیان ناراحتی و ضعف عزادار در دفاع از مظلوم نیست؟ چگونه ممکن است الله متعال که قادر مطلق است و توان هلاکت هر ظالمی را دارد به ظالم مجال دهد تا مظلوم را از بین ببرد و بعد از آن برای مظلوم عزاداری نماید؟ آیا نسبت عزاداری به الله متعال اهانت به ذات بی نقص و بی نیاز الهی نیست؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. و هیچ کس ستمکارتر از کسی نیست که بر الله دروغ می‌بندد تا مردم را بدون دلیل و آگاهی گمراه سازد. همانا الله ستمکاران را هدایت نمی‌کند. بله بینندگان عزیز گرامی، اینم تهمت به الله سبحانه و تعالی و اینکه الله سبحانه و تعالی هم عزاداری و نوحه خوانی میکرد. حالا نمونه های جالبی از عزاداری های اینها رو من خدمت شما عزیزان پخش بکنم که ببینید اگر یک غیر مسلمانی، یک کافری به عنوان دین اسلام این اعمال رو ببینه چه تصویر ذهنی از اسلام خواهد داشت. اولین کلیپ رو من خدمت شما عزیزان پخش میکنم. احمد جان این کلیپ رو نشون بدید. نمونه‌هایی از عزاداری‌های اینها که انجام میدن. کلیپ دیگری هم در این مورد هست، این رو هم با هم ببینیم.
بله، این نمونه‌ای است از ذلت و خواری که الله سبحانه و تعالی نصیب کسانی کرده که با اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و با همسران رسول بزرگوار اسلام دشمنن. اینم نمونه دیگری است از سینه خیز رفتن اینها. احمد جان بله، اینم نمونه دیگری از به سر کله زدن های اینها. از همه جالبتر حرف های این آخونده که ببینید که چطور تشویق میکنه اینها رو. و این دلیلی است که این دین باطل، دین رافضه‌گری، ریشه در بت پرستی و شرک و کفر داره. با هم بشنویم. بنده در هند رفتم، دیدم بت پرستان میگفتند یا حسین. بنده در هند دیدم بت پرستان سینه میزدند، میگفتند ای حسین کاش ما در کربلا بودیم، ما الان اینجا صدا میزنیم یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اما اونهایی که خدا را قبول ندارند، اما میگویند کاش ما در کربلا بودیم. هندو ها میگن که کاش ما در کربلا بودیم و یا حسین میفتن. کلیپ بعدی که میخوام خدمتون پخش بکنم کلیپ شماره 825 است، توجیه شرک. این کلیپ رو هم ببینیم، بعد از اون انشاءالله تماس های شما عزیزان رو خواهیم داشت. توجیه شرک. اهل بیت علیهم السلام و عرش و عرشش کردن، کرسی رو کرسیش کردن، آدم و لباس آدمیت تنش کردن، حضرت ابراهیم لباس ابراهیمیت تنش کردن، موسی رو، عیسی رو، انبیاء الهی علی نبی السلام رو، هر کسی رو اونها لباس وجوب به امر خدا تنش کرد. بگو آیا به آنان که شریک الله ساخته اید و آنان را به جای الله می خوانید توجه کرده اید؟ به من نشان دهید که چه چیزی از زمین را آفریده اند یا در آفرینش آسمان ها شرکت و دخالتی دارند؟ یا کتابی به آنان داده ایم که دلیل و حجتی بر شرک خیش داشته باشند؟ بلکه ستمکاران به یک دیگر تنها از روی فریب وعده می دهند. بله، بینندگان عزیز گرامی، دیدید نمونه هایی از شرکیات و کفریات اینها رو. حتی شاید بعضی ها بگن که خب
این اعمالی که اینا انجام میدن اعمال مردم عادی و به اصطلاح جاهل است. مراجع ما، علمای ما به این چیزا اعتقاد ندارن. من شاید همه شما با اسم آیت الله بهجت آشنا باشید که ایشون میگن، ادعا میکنن که چشم برزخی داشت و هر کسی رو که نگاه بهش میکرد میگفت که بهشتی است یا دوزخی است و از این خزعبلاتی که همچنین مرگش مرگ اختیاری بوده و از این دروغ‌ها و خزعبلاتی که در این دین ساخته و پرداخته عبدالله بن سبع یهودی فراوان یافت میشه. در این کلیپ که از مرکز تنظیم نشر با پخش آثار حضرت آیت الله العظما بهجت گرفتیم، در این کلیپ کسی میپرسه ازش که میخواد به زیارت امام رضا بره، میگه که زیارت امام رضا بهتر از حج است. دقیقا این حرفش هست که میگه زیارت امام رضا افضلتر از حج است. این کلیپ رو با هم ببینیم. بله، اینم کلیپی که از سایت خود ایشون دوستان گرفتن که میگه زیارت امام رضا افضل‌تر از حج است. وقتی که مراجع اینو اینطوری تشویق بکنن مردم و طبعا مردم عامی و جاهلی که از سالها از قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دور نگه داشته شدن، عمدن دور نگه داشتن مردم را از قرآن، اونا هم که میرن به مشهد و به کربلا و به نجف اون اعمال شرکی و کفری رو که دیدید انجام میدن. از همین لحظه به بعد شماره تلفن های برنامه زیرنویس خواهد شد و شما عزیزان میتونید تماس بگیرید و در رابطه با موضوعاتی که مطرح کردیم و کلیپ هایی که پخش شده انشاءالله اظهار نظر بکنید. من تا برقراری تماس های شما عزیزان بعضی از ایمیل هایی رو که عزیزانمون فرستادن خدمت شما عزیزان میخونم. بعضی از دوستان پیام فرستادن و تقاضای کتاب کردن. من بارها در برنامه زنده اعلان کردیم که درخواست کتاب فقط از طریق ایمیل book@vesalhaq.tv که احمد جان انشاءالله زیرنویس خواهند کرد صورت بگیره و دوستانمون در بخش رابطه عمومی شبکه انشاءالله در اسرع وقت کتابهایی رو که شما درخواست بکنید خدمتتون ارسال خواهند کرد. بیننده ای نوشتن که السلام علیکم و رحمت الله، به طور اختصاصی صحبتی داشتم با برنامه اون رسی که هر هفته اون رو دنبال می کنم. خوشحال میشم اگر شما یک هفته از برنامه خود را اختصاص دهید به فیلم ها و سریال هایی که در ماهواره پخش می شود و بسیار مبتذل هم هستن و در صدر هستن تا سبک زندگی اسلامی مردم را از بین ببرن. مردم زیادی درگیر آن هستن و چشم چرانی به ناموس مردم می کنن. چه خوب است اگر کارشناس با تجربه بیاورید و در این باره جوانان را موعظه کنن. میدانید چقدر آمار گناه ها میان جنس مذکر و مؤنث زیاد شده است، چقدر از زندگی ها تازه تاسیس توسط تلویزیون های مبتذلی مثل فارسی وان و جیم تیوی و غیره در حال فروپاشی است. بسیار خوب است به این موضوع توجه ویژه داشته باشید. درباره این موضوع در برنامه سفره دل مفصل صحبت کردن دوستان در مورد مشکلاتی که این شبکه ها در بین خانواده ها ایجاد میکنه.
من اشاره در لابلای برنامه بازم ایمیل هایی از شما عزیزان رو خواهم خوند. اولین تماس رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ آقا سعید از ایران، بفرمایید برادر عزیز. من میخواستم بگم که این برادران شیعه هر چقدر که بهشون بگید گوجه نمیشن، ولی من از شما میخواستم که یکم درباره حضرت عمر حرف بزنید. باشه، در این مورد انشاءالله برنامه هایی داریم و برنامه حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری رو نگاه بکنید، مفصل در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما سید جان. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. وقت بخیر. با آقای انصاری میخواستم صحبت کنم اگه امکان داره. میشه خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ محمدی هستم از خراسان. آقای محمدی از خراسان، بفرمایید. آقای محمدی در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم اگر صحبتی دارید در خدمت شما هستم. من حقیقتش کلیپ ها رو وقت نشد ببینم، ولی این کلیپ آخری رو دیدم، فکر کنم از آقای بهجت بود، در مورد فضیلت حج و فضیلت زیارت امام رضا بر حج. خب ما اینا رو قبول نداریم، یعنی حقیقتا حرفی ندارم در این مورد بزنم، اما یه سوال داشتم. یعنی شما فکر میکنید شخصیت مثل آقای بهجت که یک مرجع بزرگ تقلید هست و یکی از علمای بزرگ شما شیعیان محسوب میشه، ایشون دروغ میگه، اشتباه میکنه؟ یعنی من تعجب میکنم، شما در دین شیعه چی کاره هستید که مثلا میگید ما این حرفا رو قبول نداریم؟ شما مرجع تقلیدید؟ خب نه خیر، من دارم میگم که یعنی ما این حرفا رو قبول نداریم، یعنی خود من با مراجعه به قرآن و اینکه حج یکی از اصول هست، خب من با خودم میشینم فکر میکنم دیگه، میبینم درست. اینا اصلا هیچ سندیتی نداره واقعا، حالا هر کی میخواد این حرفو زده باشه. درست. بفرمایید آقای محمد. من دو سوال داشتم، اگه بفرمایید محبت کنید جواب بدید ممنون میشم. بفرمایید. سوال اول من اینه که اگر قرآن فهمیده میشه اونجوری که بالاخره منظور کلیات قرآن هست، پس چرا یه آیه هست توی سوره بقره که میگه پیامبر علیه السلام برای اصحاب یتلو علیهم آیاتهی، یعنی قرآن رو تلاوت میکردن برشون، در حالی که خب ما میدونیم که صحابه همه عرب زبان بودن و قرآن رو کامل میفهمیدن و چه نیازی بود که پیامبر برای اونها قرآن رو تلاوت بکنه؟ بله. و نیازش این بود که در اون زمان بله سال اولتون نیازش این بود که در اون زمان چاپخانه نبود که مثلا وقتی که آیه نازل میشد یک پرینتری میآوردن و این آیه رو به اصطلاح پرینت میکردن، 100 نسخه، 200 نسخه، 300 نسخه در بین صحابه توزیع میکردن، هر کس میرفت یک گوشه حفظش میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم هر آیه‌ای که نازل میشد میومدن در مسجد تلاوت میکردن که الله سبحانه و تعالی امروز این آیه رو برای شما نازل کرده و الله سبحانه و تعالی این به این موضوع اشاره میکنه. بعد صحابه چیکار میکردن؟ این آیات رو حفظ میکردن و بعضی از کتاب وحی بودن، به مجردی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیات رو تلاوت میکردن اینها رو در مصاحف مینوشتن. یعنی مثل این دوران نبود که یک آیه نازل میشد و خلاصه 200-300 نسخه کپی میکردن و در بین مردم توضیح مینمودن. سوال بعدی. من فقط دیدم یه دو سوال دیگه میپرسم، فقط خواهش میکنم شما توضیح نفرمایید، چون بعد از اینکه من قطع کردم شما توضیحاتتون رو بدید، چون ممکنه شاید بعضی سوالات نیاز باشه که من یعنی از شما توضیح بخوام. در مورد شما میپرسم، یعنی اصلا قطع اطلاع کلام ندارم، فقط خیلی مختصر ازتون میخوام بپرسم. بفهم. سوال بعدی من در مورد اینه که مخاطب شیعه میگه که مخاطب قرآن اصلا مردم نیستن، یعنی مخاطب قرآن خود پیامبره، به این دلیل که شما اگر نگاه بکنید تمام آیات اولش اومده قول مثلا، یعنی از این برمیاد که و حتما قرآن نیاز به شارح داره، یعنی باید حتما پیامبر شرح بکنه. بعد سوال آخرم در مورد اینه که شما فکر کنم در یه جلسه فرمودی بودید که
در کتب اربعه اهل تشیع هیچ روایتی از حضرت فاطمه وجود نداره. خب من میخوام بگم اگر بالفرض من مثال این حرف شما درست باشه، خب ما اصول هشتگانه حدیث داریم. اگر مثلا یه روایتی توی مستدرک الوسائل باشه مشکلی پیش میاد. یا خدمت شما شود مثلا اهل تشیع یه مسند کامل در مورد احادیث حضرت فاطمه دارن. خب ممنون میشم اگه اینا رو پاسخ بدید. اون مسندی که شما فکر میکنید یکی از روایاتشو بگید که حضرت مثلا گفته باشه فلان از فلان فلان از فاطمه زهرا فلان حدیث رو روایت کرده، بررسی هم بکنید. من حقیقتش کتابی یعنی جلرون نیست کتابش، اما آنچه که در این مسند اومده آنچه که در این مسند اومده نسبت دادن سخنانی رو به فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها و هیچ حدیثی صحیح در این مسند وجود نداره که از فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها روایت شده باشه. اگر وجود داره یکیشو شما بفرمایید. خب شما قبلا میفرمودید که اصلا روایتی وجود نداره، ولی الان میگید نیست، هیچ روایتی نیست در کتب دست اول شیعه، هیچ روایت صحیحی از فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها نیست، هیچ حدیثی نیست از ایشون، حتی در کتب هشتگانه نیست. نیست. بیارید اگر هست یکیشو بیارید. خب باشه، زنگ بزنید با آقای قزوینی، بگید یکی از این احادیثی که از فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها روایت کردن رو بگید. باشه کشم، خیلی ممنون، تشکر میکنم. تشکر از شما. خدا نگهدارت. ببینید وقتی که در قرآن کریم میگید که مخاطب قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده، به خاطر همین گفته قل، بگو. بعضی از آیات، یعنی اکثر آیات احکام که در قرآن کریم ذکر شده با لفظ یا ایها الذین آمنوا ذکر شده، که مستقیما الله سبحانه و تعالی میگه که ای کسانی که مؤمن هستید یا ای مؤمنین. و در اون آیاتی که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطاب شده که قل، اون هم عباراتی هست، آیاتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم مورد خطاب قرار شدن تا پیام الهی رو به مؤمنین برسانن. مثلا به این آیات توجه بکنید احمد جان اگر نشون میدید. اومدن سخنانی گفتن کفار، رسول الله سبحانه و تعالی خطاب به پیامبر میگه که قل، بگو، بئس ما یأمرکم بهی ایمانکم. ادعایی کردن کفار، خطاب شد به رسول الله صلی الله علیه وسلم قل این کانت لکم دار الاخر، خطاب به مؤمنین است اما به واسطه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. همه این آیات مشکین اومدن گفتن که سيقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. نادانان از بین مردم مشرکین گفتن که چی شد که اینا قبلشون عوض کردن، طرف بیت المقدس نماز میخوندن به طرف کعبه برگشتن. الله سبحانه و تعالی میگه قل، بگو ای محمد، لله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب از آن الله سبحانه و تعالی است، يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، هر کی رو بخواد به راه راست هدایت میکنه. یعنی مشرق و مغرب از آن الله سبحانه و تعالی است، هر طرف که خواست قبله خودش رو عوض میکنه. و مثلا بعضی ها سوال بوده، مثلا در سوره بقره آیه 189 یسالونک عن الاحله، در مورد مواقیت حج میپرسن، قل، بگو ای محمد، هی مواقیت للناس والحج، بگو که اینها مواقیتی است برای مردم و برای حج. و همچنین در آیه بعدی مثلا یسالونک ماذا ينفقون، میپرسن که چی چیز رو انفاق کنن، الله سبحانه و تعالی میگه قل، بگو ای محمد، تا ادامه آیه. مثلا در جای دیگه یسالونک عن الشهر الحرام، در مورد ماهای حرام و قتال فی، در مورد جنگ کردن در ماهای حرام میپرسن، بگو ای محمد قل،
بگو ای محمد قتال فیه کبیر، یعنی جنگ کردن در این ماه گناه کبیر است. در جای دیگه میگه که یسالونک عن الخمر والمیسر، میپرسن در مورد شراب و قمار، قل فیهما اثم کبیر، بگو که در اینها گناه بزرگی است. در مورد آیه 222 سوره بقره در مورد عادت ماهانه خانم ها میپرسن، الله سبحانه و تعالی میگه قل ای محمد بگو که حکم این عادت ماهانه چی است. همه این آیاتی که هست یا سوال بوده، الله سبحانه و تعالی امر میکنه به رسول الله صلی الله علیه و سلم که این رو بیان بکنم. من تشکر میکنم از شما برادر عزیز و بزرگوار. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام شرکه جانی، وصال هم؟ وصال حق، بفرمایید. سلام استاد انصاری، خوب هستین؟ سلامت باشید خواهر گرامی، بفرمایید. من خواستم از برنامه بسیار خوبتون تشکر کنم و ازتون درخواست دارم برای ما دعا کنیم. الله متعال حفظتون کنه، تشکر از شما خواهر گرامی. سلامت باشید، خدا نگهدارت. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید برادر گرامی. آقا انصاری خوب هستین؟ سلامت باشید، تشکر از شما. آقا انصاری وقت نمیگیرم، یک درمون دعا میکردین، خدا الله متعال حفظتون کنه و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه برادر عزیز. تشکر از شما، خدا نگهدارت. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، من با اسکایپ میخوام بیام جناب انصاری. اسکایپ اعلام کن برای هفته آینده. امین الان میتونید بیاید. امین الان اسکایپ به سال حق گذشته، من جناب هفته گذشته شماره اسکایپ نداشتی. همین هر هفته ما اعلان میکنیم، هر هفته اعلان میکنیم. احمد جان آدرس اسکایپ رو زیر نویس بکنید. برای هفته آینده من باید برم منزل کسی با اسکایپ اون بیام. باش. خودم اسکایپ ندارم. الان اینجا نوشتن وصال حق. اسکایپ ما وصال حق. الان رو صفحه تلویزیون میتونید ببینید. الان هست، الان رو صفحه تلویزیون خواهد بود. به مدت 10 دقیقه بذار احمد جان که همه یاد داشت کنن. بعد عرض کنم خدمتون جناب انصاری، انشالله تشریف بیارید، انشالله با اسکایپ صحبت میکنیم آقای حسینی. بعد تقسیم وقت بشه مثل مقاطع گذشته نشه، من در مورد مناظره آقای ابن مالک در مورد مناظره گفتم که مدارکتون رو بفرستید، انشالله مشکلی نیست. کاپی شناسنامتون، کاپی شناسنامتون و مدرک تحصیلیتون. خب اگر مشخص بشه که من دیپلم هستم، هر چی که هستید، هر چی که هستید مدارکتون رو بفرستید، خلاص تام. رو ایمیل لایف، رو همین ایمیلی که زیر اسکایپ نوشته شده life@vesalfa.tv مدارکتون رو، کارت ملی، کپی شناسنامه، کارت ملی و همچنین مدارک تحصیلیتون رو بفرستید. تشکر میکنم از شما، رو اسکایپ بیاید انشالله بیشتر صحبت میکنید. یه دقیقه من صحبت کنم. جناب انصاری اگر شما بخوای بایوگرافی کامل بنده الان به دست بیاری یک دقیقه، ما یه دکمه میتونی به دست بیاری. تشکر آقای ابن مالک، گرچه من هیچ مایل نیستم که با شما صحبت بکنم، منوزم من اون فوشای شما رو فراموش نکردم و بینندگان عزیز. منتا با اسکایپ بیایید و مدارک تحصیلیتون رو با کارت شناساییتون بفرستید تا ببینین شما کیست. تشکر از شما. جناب انصاری بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آقای انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میره چشمی بنده کلیفات مدیر من آقایت توبه کردم و از این گمراهی خودم. من اهل سنت بودم در حالی که گمراه بودم. واقعیتش با یک قبیله بزرگ، با یک خلیفه صوفی بود، خلیفه رحمت الله از نارین از افغانستان، همچون کارهای میکردم. از این شیعه های رافضی خیلی بدتر بود.
کاش مثل اینا بودن. خدا شایده از اینا بدتر بودیم. حالا به خداوند ما همه قبل همون اصلاح شد از این خرافات و شرکی ها. الحمدلله. دیگه خدا را شکر، دیگه خدا را شکر، شبکه های شما خیلی ما را اصلاح کرد، خیلی راهیاب شدی. الحمدلله. خیلی زحمت میکشید. الحمدلله. خدا را صد هزار بار شکر میکنم هر شب روز. همیشه این کلیپ ها که میبینم من دوباره به سجده میافتم توبه میکنم. الله اکبر. واقعیتش الان صورت شما رو میبینم یک لذت میبرم. سلامت باشید. زندگی من فیلات بران میگذره. بعد بچه های کتیک دارم. برای درس ایشان خیلی نگرانم. اگه این راهنمایی برام داشته باشی ممنون میشم. الله متعال حفظتون کنه و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. خیلی نگرانم. ایشان خیلی نگران. سلامت باشید. الله متعال حفظتون کنه. خوشحال میشم. زنده باشه. درد دینیشون اینجا که همه سی هستن ولی ما رای نداره خدا نمیتونم به جای درستنم دارم. میبخشید برادر عزیز، برادر عزیز، اگر واضح تر سوالتون رو مطرح بکنید من دقیق متوجه نشدم. بیننده گرامی تماسشون قطع شد. تشکر میکنم. احمد جان شما متوجه شدید سوالشونو؟ خب اگر لطف کنید بیننده گرامی دوباره زنگ بزنید چون سوال شما واضح نبود. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. میخواستم با آقای انصاری صحبت کنم. دارید با من صحبت میکنید برادر گرامی بفرمایید. بفرمایید دارید با من صحبت میکنید صدا شما داره پخش میشه. همین شیخ بزرگوار بفرمایید همین شیعه شیعه سنیه شیعه همین نمیشد که همون با یک رای قرآن اعتقاد کنیم و برای قرآن زندگی کنیم بعد برای فرزندم و همسرم و مادر پدرم یک دعا کنید برای دردی من دعا کنید شفای هم از رحمت. تشکر از شما. باشی چشم در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از شما. الله سبحانه و تعالی شما و خانواده گرامیتون و پدر مادر بزرگوارتون رو حفظ بکنه و از بیماری که دارید الله سبحانه و تعالی شفای عاجل نصیب بکنه. برادر عزیز هدف ما هم در شبکه وصال حق همین است که ما مسلمان ها باید همه برگردیم به قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و این فرقه بازی ها و این دشمنی ها رو بذاریم کنار. ما در طول مدتی که در این شبکه برنامه داشتیم هدف ما این بوده که برادر و خواهر شیعه به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لعن و نفرین نکنید، به همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم تهمت نزنید، توهین نکنید، لعن و نفرین نکنید، به الله سبحانه و تعالی شریک نیارید. هدف ما همینه. اگر ترک بکنن این اعمال زشتی رو که انجام میدن هیچ فرقی نداره بین شیعه و سنی، همه مثل برادر با هم زندگی خواهیم کرد. بله سلام علیکم بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. جناب آقای انصاری من می‌خوام که قطع شد. بله بفرمایید. من سوال شما رو متوجه نشدم، اگر دوباره تکرار کنید. ما به ایران بچه کوچیک داریم از درس دینیشون نگرانم. یه راهنمایی که داشته باشی؟ باشه چشم در این مورد صحبت می‌کنیم. در این مورد صحبت می‌کنیم. زنده باشید. خدا نگهدار. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدام شما مسئولید در قبال زیر دستان خودتون. و الله سبحانه و تعالی می فرماید که قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتان را و اهل خانواده خودتون را از آتش برهانید. در مورد تربیت فرزندان تک تک مسلمان ها مسئولند. این که ما در ایران هستیم، در افغانستان هستیم، در شرق هستیم، در غرب هستیم، مشغول هستیم، کار داریم، نمیتونیم، اینها دلیلی نمیشه که شما از مسئولیت فرار بکنید. اگر در ایران هستید و در شهرهایی هستید که در اونجا امکان این که فرزندانتون رو بفرستید به مدارس دینی که علوم دینی رو فرا بگیرن، میتونید از کتبی که وجود داره، مثلا شما میتونید در تهران نشر احسان برید
در مورد مسائل اعتقادی و فقهی کتاب معلم دین هست. من دیدم کتاب خیلی جالبی است، بر اساس فقه حنفی نوشته شده. میتونید این کتابو بخرید و در اختیار فرزندانتون قرار بدید و متابعت بکنید تا که اونها این کتاب رو بخونن و از دین خودشون آگاه بشن. حتما در شبکه جهانی نور کلمه و در وصال حق برنامه‌هایی هست که در مورد مسائل اعتقادی صحبت می‌کنه. برنامه تعلیم تلاوت قرآن کریم در روزهای جمعه، برنامه حفظ قرآن کریم در همین روزهای سه‌شنبه قبل از برنامه آن روز تکه که در شور، برنامه ترجمه و تفسیر آیات قرآن کریم است، برنامه سفره دل، برنامه شرح عقیده و برنامه مختلفی هستن که میتونن بچه ها و فرزندان شما این برنامه رو ببینن و در مورد دینشون آگاهی پیدا کنن. برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. آقای انصاری هستین؟ انصاری هستم، بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه. تشکر، من مصادقم از هرات زنگ میزنم. تشکر میکنم از این برنامه های خوب شما که واقعا بیدار کردین امت اسلامی. الحمدلله. من یک تقاضای داشتم، جای داشت که همین برنامه هایی که شما پخش میکردین در ارتباط به علمای خودپرسته در هرات، جایدش که مولانا مجیب‌الرحمن انصاری برنامه رو پخش میکردن. خب به هر صورت از شما تقاضا میکنم که همین برنامه در ارتباط همین شخص مولای خداداد صالح که کلیپ پخش کرده، واقعا ما دست از اینجا در هرات بتنگیم. یعنی با واقعیت تو علمای سویی که نام از اینا عالم نیه، اینا انسانهای جاهل و خودفروخته ای که کسایی که دعوت قرآن و سنت سر بنن، فقط کمر بسته کرده به این که دعوت قرآن و سنت در هرات به اصطلاح منع بکنه. حتی در همین روزهای اخیر بعد از اینکه کلیپ پخش شده بود، چند تا از علما و دوستامو که واقعا دعوت به قرآن و سنت میکردن، اونا به شورا خواستند و تعذیر کردند و اونها را منع کردند. یعنی به واقعیت من میگم برای تمام مسلمان ها که عبدالله ابن سبا نمرده است. عبدالله ابن سبا زنده یه به نام مولای خداداد صالح در هرات، حیف نام مولای روی انسان ها. اگر شما زحمت بکشین چهره انسان ها بیشتر پخش بکنین، صحبت های از اینا، هر نوع همکاری که در هرات باشه جوانان هرات با شما میکنن، تا ای که شما باور بکنین که همین حالا مگلوم و قد کرده نمیتونم که چیزی که در دل داره بیان بکنم. یعنی خیلی از دست انسان هایی که نام خدا عالم میگذارن، به نام عالم، به لباس عالم میبینین کمر بسته کردن. هر چیز در هرات رواج داره. شما سعی بکنید دعوت به مسیحیت در هرات هست، دعوت به مجوسیت در هرات هست، دعوت به تشیع هست، با شورای اخواتی که در هرات پایگذاری شده که در رأس از ما میدانیم که انسانهای صفاق و خوناشام حکومت ایرانه، با اونها نشسته به عنوان برادر امنشینی میکنن. اما کسایی که میان میگن قرآن عمل بکنین، به سنت رسول الله عمل بکنین، اینها وهابی و نمیفهم و فلان و فلان و فلان و کسایی که به اصطلاح میان اختلاف میارن. آیا قرآن و سنت اختلاف میاره و امنشینی با تشیع و امنشینی با این انسانهایی که در ایران درست چند سال پیش یک قتلهای زنجیری برای انداختن که تمام علمای اهل سنت شهید کردن، واقعا ستاره های علم بودن، سینه های اونها مملو از قرآن و سنت بود، شهید کردن. شهادت مولانا موسی کرمپور در هرات شاهد بودم و شهادت عبدالملک ملازاده را در کراچی پاکستان و دیگر علمایی که توسط این انسانها، انسانهای پست و انسانهای رذیل، کسایی که تحمل شنیدن کلام الهی و سنت رسول الله نداشتن. امروز با غلام با عالم از تعصب میگویم که به نام رئیس شورای علمای حوزه جنوب غرب هرات که میتونیم نام ای را بگذاریم شورای جهلای حوزه جنوب غرب هرات، به نام مولای خداداد صالح، کسی انسان خودفروخته ای که فرد هرات، بخصوص با هراتی های عزیز افغانستان بگذاریم، هراتی ها با نام زی آشنایند و این انسان کثیف و پست و رذیل را میشناسند. به واقعیت من جای داره که تشکر فراوان بکنم
از شبکه جهانی وصال حق و از شخص خود شما جناب آقای انصاری یک جان از شما سپاس. الله متعال حفظتان بفرماید که صدای ما را از دقل از داخل هرات به سر تا سر دنیا رساندین. یادم آمد از صحبتی که مولانا موسی کرمپور میکرد، میگفت در زمانی که در ایران میخواستن دعوت سنت را بلند بکنن، صدای ما را میخواستن به نطفه خاموش بکنن، اما در جاده شمالی مسجد جامع هرات زمانی که یک فر به طرف من صورت گرفت و رسانه ها آمد به بی بی سی، این خبر پخش شد که عالم به اصطلاح مهاجر ایرانی در افغانستان در جاده شمالی سویش فر شد، صدای یک فر را عالم شنید. اما امروز مولای خدا را گمان نکند که اگر استاد ما، شیخ ما، جوان ما را کشف می کند، می برد به شورای جهلا، تنبیهش می کند، تحذیرش می کند، گمان نکنه که صدای ما به نطفه خاموش شده. الحمدلله ما رسانه های اسلامی داریم که صدای ما را می رساند و انشاءالله خواهد رساند. تشکر از شما برادر. تشکر از شما. همچنین شما زنده باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولای خدای داد صالح و جناب قاضی نذیر احمد حنفی، که جناب قاضی حنفی متوسل شدند به جناب مولانا مجیب الرحمن و دیگر علما و دوستان که دیگر بر علیه ما صحبت نکنید، ما اشتباه کردیم، خبر نبودیم که آن شبکه‌ای که با ما مصاحبه میکنه شبکه ولایت است. بعد از اون ما حتی اون کلیپ رو هم از کلیپی که در موردشون صحبت کرده بودیم از صفحه شبکه حذف کردیم، اما ایشون توبه نکرده. کلیپ های صحبت های ایشون در مجالس بر علیه من و بر علیه وصال حق اخبارش روزانه به ما میرسه. اینا نوکرایی هستن که به خاطر چهار قران دنیا دین و ایمان خودشون رو میفروشن. همین خدای داد صالح تا دیروز در خدمت آیساف و نیروهای آمریکایی بود. همه ملت شریف هرات میشناسن اون رو. علما چه روزهایی رو ندیدن از دست این خائن، از دست این انسان منافق. واقعا بهترین لقبی که میشه به اینها داد همون عبدالله ابن عبای ابن سلول است. اینا شاگردان ابن سلول هستن که هنوزم وجود دارن. تا دیروز وقتی آمریکایی‌ها پول میدادن بهش، در خدمت آمریکایی‌ها بود. و امروز وقتی که آمریکایی‌ها طلاقش دادن، تردش کردن، همه مردم هرات میدونن که دیگه بندازی یک سگی هم مولای خدای داد ارزش نداره برای آیساف و برای نیروهای آمریکایی، چون آنچه که میخواستن از مولای خدای داد و امثال مولای خدای داد به دست آوردن، دیگه نیازی ندارن. فعلا ارزش مولای خدای داد برای آمریکایی‌ها مثل یک دستمال کاغذی است که آمریکایی‌ها خودشون رو تمیز کردن با این دستمال و الان دور انداختن. از این ملاهای دین فروش و وطن فروش آمریکایی‌ها به عنوان یک دستمالی استفاده کردن که خودشون رو تمیز بکنن و امروز این دستمال رو دور انداختن. و اینها مجبورن که برای قصرهای خودشون، برای خانواده خودشون، برای زندگی خودشون، چون در سطح دلار آمریکایی اینها زندگی خودشون رو مهیا کرده بودن، چون این قبله رو از دست دادن، آمریکا رو از دست دادن، الان به طرف قبله دیگر روی آوردن. الان مولای خدای داد صالح و امثال ایشون به طرف ایران رفتن و دارن نوکری ایران رو میکنن. و ما از همه سفرها و برنامه‌ها و دیدارهای ایشون با مقامات ایرانی و با ملاهای ایرانی خبر هستیم. و انشاءالله سر فرصت مناسب اسناد و مدارک و اسراری رو که از خیانت ها و جنایت های این علمای خودفروخته و درباری و دین فروش داریم انشاءالله پخش خواهیم کرد. الله سبحانه و تعالی، احمد جان اگر نشون بدی، در سوره توبه در آیه دوم
در مورد ارسال پیامبران صحبت میکنه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. الله سبحانه و تعالی ذاتی است که در میان درس ناخواندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند و آنها را پاک و تزکیه میکند و به آنان کتاب قرآن و حکمت یعنی سنت میآموزد و اگرچه پیش از این در گمراهی آشکار بودند. آیه 4 خیلی جالبه، میگه ذلک فضل الله یؤتی من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این فضل الله سبحانه و تعالی است که عده‌ای از مردم از این آیات الهی، از این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم مستفید میشن. عده دیگر مانند اولاغ هستند. این اشاره به اون علمایی است که علم دارن و به علمشون عمل نمی کنن. مثلا شما یک اولاغی رو بیارید، زبور و تورات و انجیل و قرآن و تفاسیر و کتب فقه و حدیث رو بار بکنید سر این اولاغ، 200 کتاب بار بکنید، آیا وجود این کتاب ها بر پشت این اولاغ تأثیری داره بر سر این اولاغ؟ نداره. عیسی علیه السلام اولاغی داشت که میگن با این اولاغ به حج رفته بود، دوباره که برگشت عیسی حاجی شد، اما اولاغ همون اولاغ موند. به خاطر میگن خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید همان خر باشد. در آیه بعدی، در آیه 5، الله سبحانه و تعالی این علما رو، این علمای سو، این علمای دین فروش رو مثل میزنه به اولاغ. میگه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. کسانی که تورات رو یاد گرفتن و به تورات حمل نکردند مانند اولاغی هستند که بار بر آنها گذاشته باشند، و کسانی که قرآن رو خواندند و به قرآن عمل نکردند مانند اولاغی هستند که باری از قرآن بر آنها باشه، هیچ تأثیری نداره. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه چه بد است مثال گروهی که آیات الهی را تکذیب کردن. والله لا يهدي القوم الظالمين، و الله سبحانه و تعالی گروه ستمکار را هدایت نمی کنه. اینها همون کسانی بودند که ملا بودند، مولوی بودند، قرآن را هم میدونستند، سنت را هم میدونستند، جهاد را هم میدونستند، کافر و مسلمان را هم میشناختند، بر ضد مجاهدین با کفار هم دست شدند. همین امثال مولای خدای داد و امثال اینها. تا دیروز نوکر آیساف و نیروهای آمریکایی بودند. در آیه دیگری الله سبحانه و تعالی وقتی که در مورد آیات صحبت میکنه، در مورد کتابش، و کذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون، این چنین آیات را به تفصیل بیان میکنیم شاید به سوی حق بازگردن. و در ادامه الله سبحانه و تعالی میگه پیامبر بر آنها بخوان سرگذشت کسی را که آیات خود را به او دادیم، آنگاه از آن جدا و عاری گشت، پس شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد. آیه بعدی خیلی جالب است. اینهایی که علم دارن، ملا هستن، مولوی هستن، آخوند هستن، مرجع تقلید هستن، هرچی که هستن، ادعای دینداری میکنن، الله سبحانه و تعالی میگه که ولو شئنا لرفعناه بها، اگر میخواستیم مقام و منزلت اونها رو با این آیات، با این علمی که داشتن بالا میبردیم، ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، ولكن اینها چیکار کردن؟ به سوی پستی، به سوی ذلت و خاری، به سوی دلار، به سوی دنیا
رفتن و خودشون رو خوار و ذلیل کردن، از هوا و هوس خودشون پیروی کردن. اینها رو چی میگه؟ مثال مولای خدای داد و امثال اینها که در پی درهم و دینار دنیا رفتن، میگه فمثلوه کمثل الکلب، مثال اینها مانند چی است؟ مانند سگ است. این تحمل علیه یلحث او تترکه یلحث، اگر که مانند سگ هار هستن. شروع کرده الان مولای خدای داد در هر مجلس بر علیه وصال صحبت میکنه، بر علیه ما صحبت میکنه. اگر که اینا مانند سگای هار هستن، الله سبحانه و تعالی میگه اینها مانند سگهای هار هستن که اگر به او حمله کنی زبان خودش رو بیرون در میاره، اگر او رو با حال خودش رها کنی باز هم زبانش رو در میاره، چون سگ است، سگ هار این صفتش است، ترکت نمی کنه در هر حالت. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، این مثال، این مثال سگ که الله سبحانه و تعالی میزنه برای اون قومی است که آیات الهی رو تکذیب کردن. میدانند حق رو میدانند اما از حق روی گردان شدن، که انشاءالله یکی دیگری از این ملانماهایی که به نام دین مردم رو فریب میدن، انشاءالله من یکی دو کلیپش امشب در طی برنامه پخش خواهم کرد. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. آقای انصاری؟ بله بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من نومید هستم، پسر 15 ساله ابو حامد از آواز میزنید میشم. نوید جان برادر عزیز بفرمایید. امید شما و خانواده محترمتون راه توحید و یکتا پرستی رو انتخاب کردین، درسته؟ آره الحمدلله. من تبریک میگم به شما آقا امید عزیز. خواهش میکنم آقای انصاری، میشه شهادتونو بگم؟ بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. آقای انصاری خدا رو شکرم که در این سن موحد شدم، به راه یکتا پرستی و توحید قدم گذاشتم، یعنی خیلی خدا رو سپاسگزارم. الله اکبر الحمدلله الحمدلله. من تبریک عرض میکنم برای شما برادر عزیز گرامی. دست شما در نکنه آقای انصاری. سلامت باشید، الله متعال افستون کنه و در این راه صبر و ثبات نصیبتون بکنه و سعادتمندی در دنیا و آخرت. انشاءالله. سلامت باشید، تشکر از تماس شما آقا امید بزرگوار. آقای انصاری همه مردم عرب عوازی خیلی دوستتون دارن، موحدین عواز یعنی خیلی دوستتون دارن. الله متعال همه تون رو دوست بداره و همراهی با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جنت الفردوس رو نصیبتون کنه. انشاءالله همچنین آقای انصاری. زنده باشید برادر عزیز، زنده باشید، تشکر از شما. خدا نگهدارت. بله سلام علیکم بفرمید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبه. سلامت باشید برادر عزیز از تاجیکستان، بفرمید. من محمود مدینایی محمود هستم، خوب هستی؟ سلامت باشید، تشکر از شما. دیر بود صدای شما رو نفهمیدم، روزی که با شما هم صحبت شده بودم در یاد داشته باشید. تاریخ 20 فوریه 2016 خودی همون روز روزان ساعت 9:45 با جودی من شد از طرفی کلماندونی پولیس تحت افتماشنه بیچک 099 رقمی دولت نشو پانجو چورد دوزده رنگک سن. درست بفرمایید برادر عزیز. خیلی همون گران هستیم که رسول آخر اینکه ایز به سوسیال دموکرات عمان جمهوری توریستانی در عمان تنبیه حکومت قرار داشته بود.
من میخوایم که یک برنامه اگر با همراه تشکیل کنیم من از شرکت کنم در برنامه شما یون که دعوت هم میکنیم من خود میبیام انشالله. خوب است، من انشالله شماره تلفن شما رو یادداشت میکنم، انشالله صحبت خواهیم کرد در مورد این برنامه. تشکر از شما. شما خیلی از شما منتظر هستیم. سلامت باشید، این وظیفه ماست، الله مطالبتون کنه. سلامت باشید. تشکر از شما. احمد جان شماره تلفن ایشون رو یادداشت بکن، انشالله صحبت خواهیم کرد تلفنی برادر است. تشکر از شما. زنده باشید. خدا نگهدار شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو آیا داری؟ بفرمایید. الو. صدام میاد. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فریبرز برادر عزیز شما کجایید؟ بله بله من آقایی هستم فریبرز. حالتون خوبه؟ بله؟ حال شما خوبه عرض کردم. آقا صداتون خیلی ضعیف خش داره. صدا شما واضح است، بفرمایید. من چه در مورد کلیپات میخوام نظر بدم. بفرمایید. نظر من یکیش طنز یکی جدیه. حالا فقط تعامل کنید که من نظرم باید بدم. حالا با هم صحبت می‌کنم. بفرمایید. نظر اول من طنز من چون کلیپاتو بررسی کردم. نظر اینه که اینا همه رو جمع کنید بفروشید پول ملازاده رو بدید. بابا اون گناه داره. داره همش حرص می‌زنه شاکی از دست شما چرا پولش رو نمی‌دید. این نظر اول طنز. درست. نظر دوم یکی جدی است. ببینید من به طور رندوم دو تا کلیپ شما رو دیدم. مثلا یکیش که در مورد تفسیر آیه آتز القربا حقهو یا حقو بله. و زیل این آیه شما یک کلیپ درست کردید که تفسیر ابن کثیر رو کردید بر علیه آیه آیتون دکتر قزوینی. خب در صورتی که آیه دکتر قزوینی عزیز در برنامه حقل المتین من دیدم یک ساعت و نیم کامل توضیح داد، تفاسیر مختلف آورد و گفت شما عطیه عوفی رو که میگید جائر هست و کذاب هست، در صورتی که در خیلی از احادیث دیگه شما به عطیه عوفی استناد شده و مورد نظرتون هست، مثلا خیلی جایی که به نفعتون هست. حالا چرا اینجا عطیه عوفی میشه کاذب ولی شما اصلا کل مطالب ایشون رو بررسی و نقد نجدید و فقط به طور ما ببینید آقای فریبرز، آقای بیننده گرامی قبول نمی‌کنم. بیننده گرامی ببینید آنچه که ایشون دروغ بسته بود به تفسیر ابن کثیر ما بیان کردیم. ببینید کلیپ های ما نقد به اصطلاح یک برنامه دو ساعته نیست که ما بیایم یک برنامه دو ساعتی رو بیاریم که ایشون صحبت کرده باشه بعد در یک کلیپ 5 دقیقه بیایم نقدش بکنیم. این اصلا حرف منطقی نیست. ما یک کلیپی رو که ایشون دروغ میگه، مثلا یک مطلبی رو نسبت میده به تفسیر ابن کثیر، همون رو میایم نقد میکنیم. کلیپ های ما بحث و مناظره نیست. کلیپ های ما بیان دروغ و تلبیس و خیانت ایشون است. مثلا تو قضیه تضعیف امام بخاری ایشون اومد یک ساعت صحبت کرد، دیگرانشون اومدم صحبت کردن که والا فلانی بخاری رو تضعیف کرده، فلانی بخاری رو تضعیف کرده. ما آنچه که دروغ گفتیشون که مثلا ذهبی اومده گفته که محمد بن اسماعیل بخاری ضعیف است. آقا اینجا دروغ گفتی. تو اگر میخوای بحث علمی بکنی بیا مثل آدم بحث علمی بکن، مفصل کتاب‌ها رو مدارک رو نشون بده. و ما هم در برنامه حجت بی حجت مثلا اومدیم کلیپ‌های اونا رو پخش کردیم، مفصل علمی پاسخ دادیم. اما این کلیپ‌هایی که ما پخش می‌کنیم دروغ‌ها و تلبیس‌ها و خیانت‌های علمای شما هست. مثلا یکی از دروغ‌های ایشون همین است که میگه محمد ابن اسماعیل بخاری رو امام ذهبی تضعیف کرده و این مناظره رو شما هم دیدید و همه دیدن که شاگردش یا نمایندهش اومد صحبت کرد و نتونست از این دروغ دفاع بکنه. خب در مورد بخاری اونا من وارد نمیشم، من در مورد کلیپ خودم دارم یعنی صحبت میکنم. همین کلیپی که شما همین کلیپ شما ایشون دروغ میبنده به ابن کثیر در حالی که ابن کثیر مطلبی رو میاره و نقد میکنه، ایشون طوری وارمود میکنه که انگار این عقیده ابن کثیر است و ما اومدیم در این کلیپ واضح کردیم که ایشون داره دروغ میگه فقط.
خب من میخوام همین رو نقد کنم. ببین من اونو دیدم، ابن کثیر خب درسته، ابن کثیر میاد در نهایت قبول نمی کنه، ولی مطلب اینجاست، ببین نکته کلید اینجاست، ابن کثیر مثل ذهبی میگه انشاءالله عطیه عوفی درست باشد. یا از نظر من نظر شخصی من این است که چیز درست نیست، این اصلا قابل قبول نیست. به خاطر آقای دکتر غزنینی عزیز این رو زیر سوال برد، مگه میل ابن کثیر یا ذهبیه بگه از نظر مثلا من گمان میکنم عطیه عوفی کذاب است، خب این بس قابل قبول نیست، بس نظر ابن کثیر زیر سوال میره. میتونه ایشون حق داره بگه ابن کثیر نظرش قابل قبول نیست، ایشون نظرش این بود. نه ببین آقای محترم ببین شما دارید این چیز رو که اونجا شنیدید از قزوینی دارید نشخار میکنید. ببینید در تفسیر ابن کثیر ایشون میاد چی میگه؟ وقال حافظ ابو بکر البزار حدثنا عباد ابن یعقوب، احمد جون نشون بده این رو، حدثنا ابو یحیی التمیمی حدثنا فضیل ابن مرزوق عن عطیه عن ابی سعید قال لما نزلت هذه الآیه وآتز القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه فعطاه فدك. قزوینی دروغگو تا اینجا میخونه، تا این قسمت میخونه، ادامه مطلب چی است؟ ثم قال لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق الا ابو يحيى التميمي وحميد بن حماد ابن ابي الخوار وهذا الحديث مشكل ولو صح اسناده لان الايه مكيه وفدك انما فتحت مع خيبر سنه 7 من الهجره فكيف يلتئم هذا مع هذا. ببینید ایشون این قسمت رو آقای محترم این قسمت رو ایشون نخوند. الان من شمایی که میخواهید از قزوینی دفاع بکنید، یک عالم نما به اصطلاح وقتی که میاد یک مطلبی رو از یک عالم دیگری ذکر میکنه که فلانی در تفسیرش گفته، باید این مطلب رو کامل بخونه از اول تا آخرش. همین قسمتی رو که باب دلش هست میگه بله ابن کثیرم در ذیل این آیه گفته که به رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که آیه و آتز القربا حق و نازل شد فاطمه رو خاص و فدک رو بجاد، چرا بقیهش رو نمیخونه؟ خب نه ایزه بدید برای اینکه صدا شما واضح تر نیازه خلا من در از اینکه که میشتمن دارم صحبت میکنم. ببینید اولا من بازم تکیه دارم به این قضیه که شما کل برنامه و تفسیر ایشونی که توضیح دادن بعد نقد کنید. آقای فریبرز الان یک لحظه الان من از شما خواهش میکنم همون تیکه‌ای که ایشون صحبت کرده و همین روایت رو کامل بررسی کرده رو پخش بکنید. بسم الله. نکرده. ببینید شما سعی نکنید که از یک دروغگو دفاع بکنید. ایشون در اینجا تفسیر ابن کثیر رو وقتی که میاره مطلب رو کامل نمیخونه، مشکل ما در کریپ با ایشون همینه که چرا وقتی که یک روایتی رو نسبت میدی به یک مفسر چرا کامل نمیخونی اون قسمتی رو که باب دلت هست میخونی و بقیش رو رها میکنی. خدا اجازه ان شاء الله که ایشون خودشون حالا در برنامه‌اش یا مثلا استاد ابوالقاسمی یا بقیه همکاران حالا توضیح خواهند داد. مطلب بعدی که یک کلیپ دیگه ای دارم اینو من بگم. نه در مورد این کلیپ یک لحظه، در مورد این کلیپ اول حرفمون به یک جای برسه. پس شما اعتراف میکنید که ایشون مطلب رو یک قسمتشو میخونه یک قسمتشو نمیخونه و منظورم هم در اون کلیپ همین بود. نه من اعتراف نمی کنم، من که حرفی زدم. پس بیارید که کامل گفته باشه. پس شما چرا از ایشون دفاع میکنید؟ دفاع میکنم برای اینکه بنده برنامه یک ساعته نیم ایشونو خوندم، کلیپ رو شما دیدم. آقای فریبرز تو رو به خدا، تو رو به همه اون مقدساتی که بهش اعتقاد داری، وقتی که ایشون اومد قول ابن کثیر رو بیان کرد آیا ادامه مطلب رو خوند یا نخوند؟ آقای فریبرز خیلی زشته برادر عزیز. ببینید آقای فریبرز گوش کنید برادر عزیز، فردا که شما رو در قبر بگذارن وقتی که از این مسائل ازتون بپرسن والله قزوینی نمیاد ازت دفاع بکنه. علیک خودتو خون خودتو کثیف نکن به خاطر دفاع از قزوینی. کلیپ بعدی. حالا الو
جانم مطلب بعدی. من میخوام در مورد رجال قضائری، رجال ابن قضائری مطلبی بگم. اجازه بدید چون من خودم تلفنم شارژ هم تموم شد. یه دقیقه بدید. بله. الو. بله. من صحبت کنم؟ بفرمایید. ببینید یه کلیپی دارید شما در مورد سلیمان بن قیس هلالی. خودتون اونجا پای رد کنید دیگه در رجال ابن قضائری سلیم و کذاب دونسته. در حالی که باز من در برنامه آقای دکتر من دیدم چون گفت بابا این اگه یه نفری گفته خویی نجاشی و عزم وجود شما که خویی نجاشی مجلسی از سلیم خیلی تعریف کردم و قبولش داره. یعنی چی؟ یعنی اگر شما به یه قضائری استناد کنی مغلطه مطلوبه و نظر کلیپ شما باطله. بعد اجماع نظر علما آقای محترم آقای محترم یکی ببینید خوبه حرف شما کاملا متین. الان رجال ابن قضائری رو میندازیم سطل آشغال، گور پدرش اصلا بهش عمل نمی کنیم. نظرتون در مورد هاشم معروف حسینی الموضوعات فی الاثار و الاخبار در مورد سلیم ابن قیس هلالی همین عرف... بله شما گفتید که ما ابن قضائری را قبول ندارید. آقای قزوینی یا غیره گفته قبول نداره. هاشم معروف قبول نداره. نه گفت این یه موضوع قبول نمی کنه چون اجماع نیست. اجماع نیست. حالا اجماع رو من نشونتون میدم. الان اجماع رو نشون میدم. الموضوعات فی الاثار و الاخبار هاشم معروف. من یه خواهشی دارم آقای انصاری. آقا من یه خواهشی دارم. شما خواهشم با آقای دکتر قزوینی تو این مرحله عصبانی میشم، ناراحت میشم. ناراحت میشید، ناراحت بشید. ما به سطل آشغال میگیم سطل آشغال. فریبرز، فریبرز عزیز، فریبرز عزیز، خیلی عصبانی میشید، ناراحت میشید، سرتون رو بزنید به دیوار، این مشکل شماست. برای ما آقای قزوینی ارزش لنگ کفش منم نداره. کسی که بعزت عایشه ام المؤمنین همسر رسول الله کسی که میگه که در مورد عایشه ما 52 تا سوال داریم، به اندازه لنگ کفش من هم ارزش نداره. الى جهنم و بئس المصیر. من الان در مورد سلیم ابن قیس هلالی بهتون میگم اجماع علمای شما رو، اجماع علماتون رو. آقای محترم خیلی دوست داری قزوینی رو بعد از اینکه تماستون با ما قطع شد همینطور بشین قزوینی قزوینی تا صبح قزوینی بگو. الموضوعات فی الاثار و الاخبار هاشم معروف حسنی در اینجا دقیقا همین مطلب رو ایشونم میگه که سلیم ابن قیس کسی بود که در مورد روایات میگه که یکفی هذه الروایه عیبا انه من مرویات سلیم ابن قیس و هو من المشبوهین والمتهمین بالکذب. برای این روایت همین کافی است که سلیم ابن قیس اینو روایت کرده و این از جمله انسانهای مشبوه و متهم به دروغگویی است و در قضیه کتابی که منسوب به او بوده رو ذکر میکنه در اینجا. این از آقای هاشم معروف حسنی. تصحیح الاعتقادات از شیخ مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه از شیخ مفید. شیخ مفیدم در کتاب خودش میگه که کتاب سلیم ابن قیس این کتاب غیر موثوق به ولا یجوز العمل على اکثره، میگه و قد حصل فی التخلید و تدلیس. میگه این کتاب غیر موثوق است، جایز نیست که به اکثرش عمل بشه. در این کتاب تخلیط، خلط مبحث و تدلیس وجود داره. اینم از شیخ مفید. تشکر میکنم. آقای فریبرز یک کمی تأمل بکنید، یک کمی تأمل بکنید. من دو کتاب دیگرم نشون بدم و در کتاب دیگری از علامه مامقانی در کتاب تخلیص مقباس الهدایه، در این کتاب اینم شناسنامش در مورد سلیم ابن قیس، در مورد سلیم ابن قیس در اینجا میگه که المتهمون بالکذب او الوضع و التخلیط و التدلیس. این عبان ابن ابی عیاش و سلیم ابن قیس اینا کسایی بودن که متهم به دروغگویی و تخلیط و تدلیس بودن. متوجه شدید؟ و همچنین در کتاب رجال ابن داوود، در کتاب رجال ابن داوود که مؤلفش ابن داوود هلی است، یکی از اهم مصادر حدیث در نزد شیعه هست، در اینجا هم در مورد سلیم ابن قیس میگه که از جمله مجروحین و مجهولین هست. و عبان ابن ابی عیاش کسی که کتاب سلیم ابن قیس رو ایشون ساخته
و شخص ضعیفی است. این مطالبی بود که در کتاب‌های دیگر شما در مورد سلیم ابن قیس هلالی. بفرمایید، الان من در خدمت شما هستم. الان من آره من یک کوتاه دیگه صحبت کنم که دیگه بیشتر از این وقت چیز گفتنش. ببینید اینا که شما نشون دادی یعنی میخواد نتیجه گیری کنه که خیلی از علمای شیعه سلیم ابن قیس رو قبول ندارن. حالا سوال من اینجاست، مواردی که در کتاب سلیم ابن قیس اومده اکثرا اعتقادات شیعه است و خیلی همش تعصب دارن، چطور میشه از مفید یا بقیه که مثال زدید بگن سلیم ابن قیس کذاب ولی خودشون هم چه اعتقادی داشته باشن؟ من اینا رو نمیفهمم دیدم اینجا اصلا معقول نیستن چنین چیزی. آقای محترم مشکل چی است؟ آقا فریبرز، شما یا نمیفهمید یا نمیخواید بفهمید. ایشون اومد در مورد قضیه آتش زدن خانه فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها گفتیم که قوی ترین و صحیح ترین مصدر رو شما ذکر بکنید. قوی ترین مصدری که ایشون ذکر کرد کتاب سلیم ابن قیس هلالی است. این کتابی که اکثر علمای شیعه میگن که عبان ابن ابی عیاش این کتاب رو ساخته و نسبت داده به سلیم ابن قیس و این کتاب در قرن سوم نوشته شده، یعنی به این معنی که مثلا شما بیایید در یک دادگاهی در تهران بگید که من بر علیه مثلا آیت الله ابوالقاسم حجت الاسلام ابوالقاسمی شکایت دارم که 300 سال پیش یکی از اجداد من رو کشته، آیا یک دادگاه عاقل، یک قاضی عاقل این شکایت شما رو ثبت میکنه و قبول میکنه؟ خواهی از نظر حقوقی درست، ولی ببینید بنده خبت خیره فری نیست. نه از نظر روایی، اصلا حقوقیشو بذارید کنار، از نظر روایی، از نظر روایی، از نظر روایی من میخوام بگم. من یه آدم هستم دنبال یه مسئله علمی بررسی کنم، من میش اخلاق میدونی خب، ولی مسئله اینه تا این بعد علمای بزرگ شیعه که واردن بیان این صحبت ها و اعتراض شما بررسی کنن در علمی، چون کدوم شیعه با شما فرق میکنه قضیهش با کدوم شما، و تا بنده بتونم نظر بدم و این همینجوری رو حرف شما من نمیتونم نظر بدم خلاص. حالا اگه کاری نداری من خداحافظی میکنم و دیگه خداحافظ. خب چرا پروفسور قزوینی نمیاد جواب بده؟ حالا من خودم برم بررسی علمی کنم ببینم به چه صورت درد توانم بقیه علما که خودشون بیزن. آقای فریبرز برادر عزیز، برادر عزیز، آقا فریبرز، آقا حمله به شخص مغلطه است، توهین به شخص مغلطه است، نباید انجام بشه. آقای فریبرز ببینید، بله، کل نفس بما کسبت رهینه، هر انسان به خاطر هر عملی که میکنه گرفتار اون عمل خودش خواهد بود. الله سبحانه و تعالی از شما بازخواست خواهد کرد که آقای فریبرز بدون تحقیق بدون مطالعه چرا فلان مطلب را قبول کردی؟ آیا برای دروغگویی سلیم ابن قیس همین کافی نیست که 300 سال بعد از قضیه آتش زدن و فلان بیاد این مطلب را برای اولین بار بیان بکنه در دین شیعه؟ چرا قبل از ایشون کسی دیگری بیان نکرده؟ همین که علمای شما شیخ مفید و غزایری و ابن داوود و غیره میان ایشونو متهم میکنه و نویسنده کتاب رو متهم میکنه که کتابی ساخته و به ایشون نسبت داده، همین برای تو کافی نیست؟ ثانیاً ما در اینجا شما میگید توهین نکن. ببین آقای فریبرز شما تو خونتون حتما سطل آشغال دارید، یکی بیاد بگه آقا فریبرز تو چرا به این سطل توهین میکنی؟ نگو سطل آشغال، بگو دسته گل. بابا کسی که دروغگو است ما بهش میگیم دروغگو. یا ایها الناس، قزوینی دروغگو است، گفته که امام ذهبی در کتابش آورده، در سیر اعلام نبلا آورده که محمد ابن اسماعیل بخاری ثقه نیست و ضعیف است. آیا به این آدم شما دروغگو میگید یا راستگو؟ نه، این در بحث‌های علمی آدم دچار اشتباه میشه، امکان داره ما خب اشتباه شد میاد معذرت خواهی میکنه. آقا فریبرز آقای ابوالقاسمی اومد توی یکی از برنامه گفت که این آخوند آلت پرست، این کلیپی که آخوند آلت پرست است، این اعتقاد این آخوند نبوده و این کلیپ، یک قسمتی از این کلیپ قطع و برید شده. من وقتی این برنامه رو برای من آوردن که ابوالقاسمی این حرف رو زده، تحقیق کردم، دیدم بله واقعا حرف ایشون درسته، صدق و هو کذاب، راست گفت، در حالی که در نزد ما ابوالقاسمی دروغگو است، در این مطلب راست گفت. من امر کردم که این کلیپ دیگه پخش نشه، از یوتیوب شبکه هم حذف کردیم و هیچگاه این کلیپ در آینده هم در شبکه جهانی وصال حق پخش نمیشه. چرا؟
سخن حق را انسان باید قبول بکنه، ولو اینکه از دشمنت باشه، ولو اینکه از یک انسان بیدین و کافر باشه. در نزد ما ابوالقاسم یک زندیق کافر منافق است، اما در اینجا چون راست گفته بود ما حرفش رو باور کردیم، قبول کردیم، تحقیق کردیم، کلیپ رو متوقف کردیم. آقای فریبرز، ما 1.5 سال بیشتر میشه که داریم تحدی میکنیم. قزوینی، اگر تو مرد هستی، جرأت داری، غیرت داری، شهامت داری، اگر واقعا فرزند پدر و مادرت هستی، بیا در یکی از برنامه بگو که بابا اشتباه کردی، این تهمتی که به امام ذهبی زدی دروغ بوده، اشتباه کردی. چرا نمیاد بگه اشتباه کرده؟ آقا والله بالله من خودم در پارسالی که برنامه بودم جواب دکتر قزوینی عزیز یه اشاره کردن، گفتن در مطالب علمی آدم امکان داره دچار اشتباه بشه. چرا در این مطلب در مطالب علمی درسته، در مطالب چرا نگفت در اینجا؟ بابا جان بیاد بگه که آقا یا ایها الناس اشتباه کرده در مسئله امام ذهبی و محمد ابن اسماعیل بخاری اشتباه کرده. چرا شاگردشو میفرسته که 1.5 ساعت اینجا دروغ آسمان و بریسمان ببافه که بله آقای قزوینی راست گفته؟ چرا نمیاد دفاع بکنه از این دروغی که گفته؟ خب برای اینکه بعداً بررسی کردن دیدن ابو زرعه و فلان و فلان از اون اونا. شما آقای فریبرز، آقای فریبرز، من تعجب میکنم، من تعجب میکنم از شما. بعد از همون مناظره من کلیپ شما رو دارم که زنگ زدی و گفتی که واقعا در اینجا شریفی نتونست، واقعا شریفی من زنگ زده بودم، ولی بعدا فهمیدم که مطالب علمی بررسیش به این راحتی نیست. من بیام سدیدی ببینم آقا آقای شریفی نگفت یا شما گفتی، بعد تو درست میگی، حالا بیا ازت طرفداری کنم. چی چیز ای کاش آقای فریبرز، ای کاش تعصب رو میذاشتید کنار، ای کاش تعصب رو میذاشتید کنار، ای کاش تعصب رو میذاشتید. خودت میدونی من یه دنبال مطالب علمی ام، اصلا تعصب ندارم، ولی بازم میگم آقا کار علمی انجام بشه، فوش نباید بدی، شما نباید توهین کنی، والله بالله نباید توهین کنی. که به کی توهین کردیم؟ کسی که دروغ گفته بهش گفتیم دروغ، کسی که دروغ گفته گفتیم دروغ میگه، کجاش توهینه؟ نه خب شما برداشت شما ایشون از نظرش دلایلش درسته. من تشکر میکنم فریبرز جان، من از شما تشکر میکنم. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی قلب شما رو روشن بگردانه به طرف حق. حالا باز من مطالب علمی دیگه دیدم باهاتون صحبت کنم. تشکر از شما، خدا نگهدارت. من خواهش میکنم از عزیزانی که وقتی که میان میخوان دفاع بکنن از قزوینی یا از امثال قزوینی، برن تحقیق بکنن، مطالعه بکنن. ببینید موضوع خیلی واضح و آشکار. قزوین اگر روز اول می اومد می گفت که بابا ایشون این مطلب رو در مورد امام بخاری از ذهبی نقل کرده و اشتباه کرده، تمام، قضیه تمام شده بود، این همه در سر ایجاد نمی شد. الانم آقای فریبرز و کسانی که از قزوینی طرفداری می کنن، من تحدی می کنم که قزوینی بیاد در یکی از برنامه‌هاش بگه که یا ایها الناس، من آیت الله دکتر حسینی قزوینی در قضیه امام ذهبی و بخاری اشتباه کردم. نمیاد، این کارو نمیکنه، چون این عناد و کفر و زندقه اینها مانع میشه. دقیقا من مثال ابولهب رو به اینا میزنم. ابولهب در روزی که زنده بود در مکه میگشت، سوره لهب نازل شد که بشارت بود برای ابولهب که وارد جهنم میشه. اگر این ابولهب میومد ولو برای نفاق هم که شده، می اومد ایمان می آورد، مثل عبدالله ابن ابی ابن سلول که در مدینه اومد به ظاهر ایمان آورد. این ابولهب اگر می اومد به ظاهر مسلمان می شد، خلاص علیاذ بالله نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم زیر سوال می رفت، چون در سوره لهب وقتی که زنده بود ابولهب نازل شد و بشارت جهنم به او داده شد. اما الله سبحانه و تعالی می دانست که اینها به اندازه متکبر و عنید هستند که این کار نمی کنن. و من یقین دارم که قزوینی این کارو نمیکنه. نمیاد بگه که اشتباه کرده. هی میاد مسئولی میکنه قضیه رو. و من تحدی میکنم آقای فریبرز که قزوینی بیاد روایات سلیم ابن قیس هلالی رو بررسی بکنه، بررسی سندی بکنه در مورد قضیه آتش زدن خانه فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها. بیاد بررسی سندی بکنه. نمیکنه. حالا چرا تنها ابن غزایری رو ذکر کرده؟ چرا بقیه رو؟ ما در مورد همه صحبت کرده بودیم، همه این روایت ها رو نشون داده بودیم، فقط در مورد یکی صحبت کرده، در حالی که خودش در کلیپ های دیگه میگه که فقط اگر یک راوی رو یکی از علمای رجال تندرش وارد کردن، خلاص دیگه هیچ روایت از او قابل قبول نیست.
چی شد این فرمولی که بهش اعتقاد داشت اینجا تموم شد رفت؟ چون که اینجا فریب دادن شیعیان است که بله خانه حضرت علی رو آتیش زدن و فلان کردن و میخواد این دروغش رو ثابت بکنه، در حالی که همین قزوینی در المستقل اومد در برنامه عربی اعتراف کرد که هیچ روایت صحیح وجود نداره در مورد آتش زدن خونه حضرت علی، اما اینجا میاد به کتاب سلیم ابن قیس اشاره میکنه و تایید میکنه این حرف رو. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید انصاری و بینندگان عزیز. سلامت باشید، خودتون معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ رضا از خوزستان هستم، ازتون میشنوم. آقا رضا از خوزستان، بفرمایید در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم اگر صحبتی دارید میشنوم. آقای انصاری عزیز، من اول خواستم در مورد آقای خفیف صحبت کنم. این آقای زبی ما هم حقیقت خوش موندی میتون در سبکی کلن که میدرفتن از آقا رضا سر صدا نکن آقا رضا، یه لیوان آب سر نوش جان بکن، در مورد کلیپ هایی که ما پخش کردیم خواهشن صحبت بکن، ما به شبکه کلمه کاری نداریم. ما به شبکه کلمه کاری نداریم. اگر با شبکه کلمه مشکلی داری زنگ بزن اونجا، مشکلتو برطرف بکنه، انشالله اونا میتونن مشکلتو رو برطرف کنن. اما در مورد کلیپ هایی که ما پخش کردیم اگر مطلبی دارید بفرمایید. من راجع به این آقا گفتم که ایشون در اونجا هم اونجا برای ما صحبت میکنه، حالا اومده بدنه به ما صحبت به ما کاری نداریم. حالا ببین شما روش های مختلف دارید، حتما بردنش بیچاره رو اذیت کردن این سپاه پاسداران و اطلاعات شما که دیگه 1001 روش بلدن، بیچاره رو بردن حتما اذیتش کردن، گفتن که حتما باید زنگ بزنی این مطالب رو بگی، شاید یکی از موارد این باشه. این کار وزارت اطلاعات شما این کارا رو میکنه، این دفعه اولشون نیست، خیلی‌ها رو مجبور میکنن که این کار رو بکنن. به هر صورت آقا رضا شما کاری نداشته باش به بینندگان ما که چی میگن چی نمیگن، شما بیا در مورد کلیپ هایی که ما پخش کردیم صحبت بکن. خب شما چند نمیدید در مورد زمینه حدود در صحبت کنید که باعث بدبختی بین مستقیم شده؟ در مورد چی؟ در این مورد هفته قبل صحبت کردیم، قبل از اونم صحبت کردیم در مورد اینکه یکی از آخوند در مورد اینکه یکی از آخوندای شما میگه که الله سبحانه و تعالی هم عزادار میشده و روزه میخونده، جبرئیل رو حضرت الله سبحانه و تعالی هم عزاداری میکرده، و در مورد این صحبت بکن. آقا رضا به خودت زیاد فشار نیار، آرومتر صحبت بکن، صدات خراب میشه، بینندگان متوجه نمیشن که چی میگی. من میگم بیایید از زمین حدیث قرطاس که باعث بدبختی مسلمان شده و چرا اومدن به پیغمبر اومدن گفتن این الله. آقا رضا در این مورد بارها صحبت کردیم و تکرار نمی کنیم، چون شماها مانند همون آیه‌ای که الله سبحانه و تعالی میگه گوش دارن اما نمیشنون، چشم دارن اما نمیبینن، اولئک که کل انعام بل هم اضل، اونا مانند چارپا هستن بلکه از چارپا هم گمراه‌تر هستن، شماها نمیفهمید. ما بارها صحبت کردیم در این مورد و گفتیم که درباره حدیث قرطاس مفصل صحبت کردیم، در مورد حدیث قرطاس مفصل صحبت کردیم و شما فقط میخواهید که این وقت برنامه رو بگیرید. همین هفته گذشته در موردش صحبت کردم، برید در یوتیوب آقا رضا برو در یوتیوب برنامه هفته گذشته رو ببین، من مفصل در موردش صحبت کردم. در مورد کلیپ ها اگر صحبتی دارید بفرمایید. 10 هفته قبلم در این مورد صحبت کردم، برو در یوتیوب ببین. تاریخ 1/3/2016 در برنامه آن روی سکه مفصل در این مورد صحبت کردم. واقعا ای کاش میذاشتن که در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم مینوشتن، چون که ایشان میخواستن در آنجا خلافت ابوبکر و عمر و عثمان رو بنویسن، منتها منافقین و شاگردان عبدالله ابن سبعی یهودی نذاشتن. اگر من میخوام مثل شماها بر اساس هوا و هوس خودم بگم. تشکر میکنم. بله سلام علیکم، بفرمید.
الو. بله سلام علیکم، بفرمایید. آقای انصاری بفرمایید کوچولو. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. من سامر هستم. بفرمایید. از لحوات تماس میگیرم. پسر ابو حمید لحوات تماس میگیرم. ماشاءالله ماشاءالله. برادر آقا امید درسته؟ الله اکبر الله اکبر. بفرمایید. بگم سوالت اینو؟ بفرمایید. الله اکبر الله اکبر. چند سالته کوچولو؟ 7 سالته. 7 سالته؟ ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. تبریک میگم به شما و تبریک میگم به شما و به پدر و مادر شما. آقای انصاری خیلی من نماز بخونم خیلی به ما دعاتون. الله متعال افستون کن. الله متعال افستون کن. آقای انصاری خیلی دوست داریم. سلامت باشید، ما هم شما رو دوست داریم. خدی تشکر از شما، خدا نگهدار. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بنام سلام علیکم، سلام علیکم. سلامت باشید، میشه خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید؟ بله من احمد هستم. یه بار قبلا هم مزاحمتون شده بودم آقای استاد، اگه یادتون باشه بکنم هفته قبل بود. اصلا فرق از مزاحمت این بود که آقای سریورس که زنگ زده بودن از آقای قزوینی داشتن حمایت میکردن، من فقط یه پیام واسه ایشون داشتم اگه اجازه بدین. بفرمایید بفرمایید. بله فقط من به ایشون میخواستم بگم که تا الان شاید بالای 30 تا کلیپ از سرکیز رسال حق من دیدم که واقعا دروهای ایشون رو شما با استناد و مستندات ثابت کردید و تا الان من یک بار ندیدم که ایشون جواب بده. درست. هیچ مرجعی توی همون شبکه ولایت که ایشون یاد صحبت میکنه ندیدم که جواب بده. خب این درست آقای فریبرز و دیگران که از ایشون حمایت میکنن به از آنها هم بهتر مسئله یه مقدار تحمل بکنن. درست. و بهتر نکه چرا اینجوریه، چون واقعا هر چیزی که مستند باشه بر اساس استنادات و بر اساس قرآن و حوادث معتبر باشه قابل قبوله. درست. و اگر هم مسئله در این شبکه ها مطرح میشه باید جوابدهی بشه. درست درست، کاملا کاملا درست میفهمم. الو. بله بله قصر هم سریم، هم مزمه چی نمیشم فقط هم اینو قصر. زنده باشید، تشکر از شما احمد جان، الله متعال حفظتون کنه. برای شما خدا حافظ شما. خدا نگه دارد، خدا حافظ شما. برای سلام علیکم بفرمید. سلام علیکم. سلام و رحمت. آقای انصاری کنم. سلامت باشید. بفرمید. سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکات. آقای سر خوبی؟ سلامت باشید. صدای شما ندارم. لطفونید دوباره تماس بگیرید، ما صدای شما رو داریم. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید؟
عایشه از ایران تماس میگیرم. بفرمایید ابو عایشه. شیخ عطار سریع‌الدین عطار مشاوری در مصیبت‌نامه در نکوهش تعصب تقلیدی. بفرمایید. میگه ای تعصب بند بندک کرده بند، چند گویی چند از هفتاد و اند، در سلامت هفتصد ملت ز تو، لیک هفتاد و تو پر علت ز تو، هست کیش و راه ملت بیشمار، تا تو بشماری نیابی روزگار، هر زمان خوی دیگر نتوان گرفت، با همه تفکیر بر نتوان، تا یکی پس در یکی رو بشکی، با یکی اندر یکی باشد یکی، بی تعصب گرد و بی تقلید شو، شرک سوز و قرغه توحید شو، گر تو هستی دوربین و رازدان، پس طبیعت پس شریعت بازدان، تا کنی تو پیروی صدیق را، یا علی آن عالم تحقیق را، چون تو بر تقلید باشی کار دار، شر را از طب چه جانی تو بار، گر تو بر تقلید خواهی رفت را، پره باشی نه جوی ارضی نه کار، پرخر بر شریعت چه رود، یا رود جز بر طبیعت چه رود، کرخر کس پس مادر رود، چون به تقلیدی رود هم خر رود، چون صحابه غرق توحید آمدن، نه چون پس رو به تقلید آمدن، تو در ایشان گر تصرف میکنی، در چراغ چارمین پف میکنی، چون صحابه یک به یک آزادن، در هدایت چون نجوم افتادن، گر کسی در یک تن از آن قوم پاک، کرد تنی بر ستاره ریخ پاک، گر ستاره یک به یک خواهند رفت، له آخر بر فلک خواهند رفت، هر یکی چون از فلک تابندند، رهبرند و راه رو تازندند، نور بخشند و جهان از دور خواب، گر تو پوری می نبینی دان چه با. ای تشکر می‌کنم. تشکر از شما. الله متعرفتتون کنه. تشکر از شما. برای سلام علیکم بفرمید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. شب عالی متعالی حضرت استاد از محمد آقای انصاری عزیز و بزرگوار. سلامت باشید. بفرمایید آقا رضا. رضایی. بله آقای رضایی هستم. بفرمایید. خوبید استاد بزرگوار؟ سلامت باشید. خدا حفظتون کنه استاد. ممنونم، تشکر میکنم. استاد از سوال میفرمایید یا همینطور عزیز شروع کنم؟ اگر در مورد چی صحبت بکنید، در مورد کلیپ هایی که پخش کردیم خوشحال میشیم. بله، اون قسمتی رو که در خصوص زیارت حضرت رضا علیه السلام سوال کردن از بهجت، ایشون فرمودن که زیارت حضرت رضا اینطور میگفتن بس که من درست نشنیدم که ایشون فرمودن که برتر از حد است. بله همینطور فهمیدم. در مقام توضیح میگیم که استاد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایت هست که به بیت نظاره فرمودن، به حرم، و فرمودن خیلی حرمت داری، خیلی مقام شرف داری، ولی مؤمن در نزد تو مقامش در نزد خدا به مراتب بیش از توست، حرمتش بیش از توست. حالا پسر پیغمبر نواده پیامبر از اولاد صلب پاک حضرت زهرا علی ابن موسر رضا، یکی از سلالت النبی، خب در مقام یه مؤمن که هست که حالا ایشونی زور گفتن برای ترغیب که مردم نسبت به آیه ذوی القربای رسول الله، اون که فرموده است که لا افعلکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مردم رو ترغیب کنن به این که اجر رسالت خاتم الانبیا رو در محبت و مودت ذوی القربای اون بزرگوار رعایت کنن. نقدی بر این گفته نیست، بر این گفتار ایشون. آقای رضایی جان دلم، ببینید اینجا حرمت یک شخص مطرح است در مقابل کعبه، نه رکنی از ارکان دین. ایشون میگه که زیارت امام رضا برتر از حج است. حج رکنی از ارکان دین است.
ببینید فرق خیلی زیاده. یک جا حرمت یک شخص مطرح است، وقتی که شما میخواهید حقوق یک شخصی رو پامال بکنید. هر مسلمانی حرمتش در نزد الله سبحانه و تعالی از حرمت کعبه بالاتر است. این حدیث است که ما قبول داریم، در کتب ما هم روایت شده. منتها در اینجا افضل دانستن زیارت امام رضا بر حج بیت الله الحرام، این کفر صریح و آشکار است. حج بیت الله الحرام در آیات الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به عنوان یکی از ارکان دین مبین اسلام مطرح شده. در کجای دین گفته که شما برید قبر امام رضا رو زیارت بکنید؟ بله، به حضور شما عرض کنم که حقوق انسان ها مراتبشون فرق میکند. حقوق من در پایمالی حقوق من یه شخصیتی هستم. در خصوص حضرت رضا علیه السلام اگر کسی خواست حقوق اوشون رو رعایت کنه، من در مورد حقوق صحبت نمی کنم، در مورد زیارت و حج. ایشون میگه که طرف میگه که من دارم میرم زیارت مشهد، میگه که زیارت امام رضا برتر از حج است. اینجا مشکل است، اینجا کفر در اینجا نهفته است که الله سبحانه و تعالی سوره به نام حج داره، آیات متعددی در مورد حج داره که حج یکی از ارکان دین مبین اسلام است. یک انسانی بیاد بگه که زیارت امام رضا برتر از حج است، این کفر نیست، پس چی؟ من در مورد حقوق صحبت نمی کنم، خدمتتون عرض کردم که این روایت و حدیث رو ما قبول داریم. اون قضیه حرمت و حقوق یک انسان است که پایمال نباید بشه. اینجا مسئله رکنی از ارکان دین مطرح است. رعایت حقوق حضرت رضا علیه السلام لا حول ولا قوت الا بالله. آقای رضایی حقوق نه، حقوق نمیپذیرید جناب آقای انصاری، نمیپذیرید اشکال نداره صحبت نکنید. شما میفرمایید که ما دلیل اقامه بکنیم، میگیم یکی از دلایلش این است که خدای متعال در قرآن کریم ما را نسبت به مودت، نه محبت، مودت ذبی القربای رسول، خدای متعال ما را امر کرده است و فریضه هم هست، واجب هم هست. و رعایت حقوق رکن دین نیست الان در دنیا رکن دین نیست. حج رکن دین است، حج رکن دین هست. ببینید شما بیایید در همین رکن دین زیارت امام رضا، آقای رضایی، زیارت امام رضا فرض است؟ زیارت امام رضا، ببینید ما مشرع نیست. جواب من رو بده، زیارت امام رضا فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است، چی است؟ اگر نسبت به آیه‌ای که عرض کردم خدمتتون بخوام این آیه رو رعایت کنیم، بله فرض است. فرض است. اقلش برای پس یک رکن دیگری اضافه شد. بنی الاسلام علی سته. زیارت امام رضا. اضافه شدن نیست جناب آقای انصاری. من در روایت بابا جان، آقای رضایی من یک خواهش ازتون میکنم. آقای رضایی، شما به عنوان یک کسی که حالا مثلا علم دین دارید، یک کمی زیاد نه، 10% به عقل بینندگان ما احترام بگذارید. خواهش میکنم ازتون. بله، خب همین تصورم ما از شما دارید جناب آقای انصاری بزرگوار. من از کردم بذار من این مرتبه رو بگم بعد شما بفرمایید. من این شبکه های شما را، شبکه نور، شبکه وصال، شبکه کلمه رو میبینم. بله. بعضی وقتا یک ساعت قبل از مغرب شبکه نور دعا زیاد میخونه تا بشه اذان، بعد میاد یه دعایی میخونه، میگه پیامبر فرمود هر که این دعا رو بخونه مثلا از چی ثوابش بیشتر است، این دعا رو بخونه، این ذکر رو بگه مثلا خداوند متعال چی بهش میده. حالا ایشون گفتن که وقتی من اینکه شنیدم نفرمود که بالاتر از حضر نشه، که فرمودن ایشالله ثواب حج داشته باشه، دی همسین رو که بهشون گفتن. نه من الان گرچه نمیخوام نفی این معنا رو بکنم، بله با آدیگاه شنیده شده که بگن زیارت حضر رضا برتر از حج، میگه برتر از حج، برتر از حج است. بله بله. اما در خصوص کلیپ اول که معذرتون عرض کنم که بعد که اون کلیپ رو نشون دادید، اون بینه چیز اومد دوست ما یه دنباله کلیپ یه تحلیل هایی میکرد، صدا میومد اما تصویر نبود، اما خب از کارشناسی خودتون بود که یه اقتباسی میکرد
که خدایی که میتواند قادر متقادر است، ان الله علی کل شیء قدیر، میتواند ظالم رو براندازه کند، چرا بیاد خداوند ظالم رو تربیت کنه و مظلوم رو؟ من استناد میکنم میگم خب خدای متعال این قوانین رو خودش، مثلا روزه خونی خدا که میگه فرمود خدا کده روز، ببینید مثلا خداوند اینطور صحبت میکنه در قرآن کریم: و اذا الموعودتون سئلت به ای ذنب قتلت، یا مثلا جای دیگه میفرماد که مثلا و فدیناه و بذبح عظیم، یا مثلا جای دیگه میفرماد و یقتلون النبیین بغیر الحق. خب اینا یه اشاره آقای رضایی، آقای رضایی چه ربطی داره؟ در کلیپ آخون میگه که جبرئیل روزه میخوند، الله سبحانه و تعالی عزاداری میکرد. شما رو به خدا از نسبت دادن این مسئله به الله سبحانه و تعالی خجالت نمیکشید؟ جناب آقای انصاری، ببینید در مقام توضیح میگم، نه اینکه علیاذ بالله جبرئیل روزه میخون خدای متعال، استغفر الله، علیاذ بالله آخوندتون میگه، مثلا آخوندتون میگه گریه میکرد، آخوندتون میگه من چیکار کنم؟ جبرئیل که پیک الهی است، یه موضوعی را بر حضرت موسی القا میکند و خدای متعال جل و علا اذن خدا بر این مطلب اشراف دارد. خب این جهنم میگن خدا تعریف میکند، یعنی اون که جبرئیل به موسی تشکر میکنم. آقای رضایی، الله سبحانه و تعالی همه رو برای راست هدایت بکنه. تشکر از شما، امیدوارم در هفته آینده که تماس میگیرید مطالب مفید علمی داشته باشید. تشکر از شما. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام، انصاری میخواستم صحبت کنم. بفرمایید، دارید با من صحبت میکنید برادر عزیز؟ جناب انصاری هست؟ بله، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنده باشید. جناب صحبت انصاری، ما ببین خواهی میکرده قصد اتاکی و احانت هم نداره، اما سوالات را مطرح کنیم بعدی موضوعی فکر علمی. متوجه نشدم. میگم من سوالات رو میخوام، من قصد حتاکی و احانت رو هم به کسی ندارم، اما شبهات داریم که در اون شبهات میخوام بحث کنیم. شبهات چی؟ شما شیعه هستید؟ بله، من شیعه هستم. بفرمید یکی از شبهات. هر دیگه از که اهل سنت معتقدن، میگن که عایشه دختر ابوبکر همسر رسول خدا هستن، درسته؟ ببین آقای محترم، جان، وقتی که همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو اسمشو میبری، ام المؤمنین، چرا الله سبحانه و تعالی گفته که و ازواجه امهاتهم، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. اینطوری صحبت بکن، من باهات صحبت میکنم. من میگم رضی الله تعالی عنها، من میگم اهل بالاترین اهل بهشت، او خودش من نیست، من یقین ما یقین داریم در این مورد، یقین داریم در این مورد. بفرمایید. حالا من همه چی بگم خود دست من نیست، دست خدا. حالا شما معتقد هستین که همسر رسول خدا هستن، درسته؟ هر کس شک بکنه کافره. خب اگر شک بکنه کافره، درسته؟ بله. شما مثلا تو قرآن اومدن که شون همسر رسول خدا باشن یا تو روایت فقط اومدن؟ تو قرآن اومده. قرآن کجای قرآن اومدن که شون همسر رسول خدا باشن؟ عایشه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پیامبر از نفس شما هم به شما، از نفس شما هم به شما اولاتر است و همسران پیامبر مادران شما هستند. اما علتش کجا میدونه که عایشه دختر ابوبکر همسر رسول خدا؟ ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها. اگر ادب رو مراد نمی کنی من قطع می کنم. باشه، من ادب مثلا میگم. خب ایشون از کجا در قرآن نام برده شدن که ایشون مثلا ام المؤمنین عایشه همسر رسول خدا بودن؟ بله، همین آیه. همین آیه کجا اسمش کجا برده باشن؟ اسم نبردن، فقط گفتن امهات. سبحان الله، در کجای قرآن گفته که علی پسر عموی پیامبر است؟ در کجای قرآن گفته؟ روایت پر از این است. در کجای قرآن گفته که علی همسر فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها است؟ در کجای قرآن گفته؟ یک حرفی بزنید که مردم نخندند حرفتون. یه بسونی از تمام پر تا پر از اینا. جانم،
از نظر از روایات شیعه و سنی پورا همه روایات شیعه و سنی یک روایت بیار که انکار کرده باشه که عایشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم نبوده. خب حالا یعنی که مسلم میگه بودن درسته؟ حالا من جوابتو میدم. در کجای قرآن آقای محترم ببین وقتی که یک مسئله رو مطرح میکنید یک کمی با عقل و منطق مطرح بکنید. در کجای قرآن گفته که فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها دختر پیامبر است؟ دختر پیامبر روایات پرتن در روایت طورن کتابای شیعه و سنی که همچنین نشان بوده. اما منظورم این است من میخوام ثابت کنم. حالا من میخوام جوابتو بدم. فقط نکن فقط جواب منو بده. من سوال کن جوابتو میدم. سوال کن جواب منو بده. بفهم. خب حالا شما خودتون وقال خودتون همه اعتقاد دارن که ام المؤمنین عایشه همسر رسول خدا رضی الله تعالی عنها. رضی الله تعالی عنها. خب رضی الله تعالی عنها اونم دست خدا دست من که نیست. حالا من هر چقدر بخوام بگم مقامشو خداوند در قرآن گفته خداوند در قرآن گفته السابقون الاولون من المهاجرین والانصار رضی الله عنهم و رضوا عن الله از اونها راضی است و اونها از الله راضی هستند. حضرت سید الشهدا علیه السلام وقتی از مکه مدینه حرکت میکرد تا کربلا رسیدن خیلی آرام داشتند ولی در بین این آرام فقط چند تا امتیاز اونایی که شهادت دادن درجه شهادت رسیدن و از سید الشهدا یاری کردن فقط اینها مورد رضایت خداوند قرار گرفتند. نه همه صحابه بله سید الشهدا امام حسین علیه السلام همه صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از طرف الله سبحانه و تعالی تایید شدن که اونها بهشتی هستن. خب من چی دارم کجا فهمیدم که بهشتیان؟ از کجا فهمیدم شن؟ الله سبحانه و تعالی میگه. خب کجا بردن اس بناشن که در میان الان من یک مثال بهت میزنم. یه جمعیت ما یک جمعیت دیدن آقای انصاری میاییم. یه گده ما از روی محبت میاییم. از این که میخوام عاشق دیدن شما هستم. با شما ملاقات کنیم دیدار کنیم. اما یک جمعیت دیگه ممکن داره به عنوان جاسوسی به عنوان منافقت به عنوان نمیدونم چنان و چنان به عنوان یک بیاد که مثلا خدای نکرده جان خاطر جان شما رو داشته باشند. پس از کجا میدونه که همه این حدوث باشه برات؟ بله ها بفرمایید. ما گفتم حالا مثلا یک ایده جمعیتی قصد دارم که بیان خدمت آقای انصاری ده ایده برات دوست یک ایده دیگه ممکن دار خدای نکرده قصد جان شما و قصدی خیلی حتاکی رو داشته باشن مثلا بانوان جاسوسی بیان حالا جمعیت رو همه شو بانوان دوست میپذیره یا این که بعد اونایی که مثلا از روی اعتقاد از روی در باطنی او پیش خدا هستن کدامش نمیدانه که تشخیص بده؟ الله سبحانه و تعالی این مسائل رو بیان کرده در سوره من الان خدمتتونش در سوره فتح آیه 18 الله سبحانه و تعالی میگه که لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم. الله سبحانه و تعالی دانست که در قلبهایشان چی است. الله سبحانه و تعالی راضی شد از مؤمنین که در زیر درخت با تو بیعت کردن در زیر درخت آخونده به شما یاد نداده که وقتی که طرف مقابل صحبت میکنه وسط حرفش نپرید خاصتا وقتی که داره قرآن میخونه یاد نداده بهتون؟ پس من وقتی که صحبت میکنم شما آروم گوش بکنید بعد بهت وقت میدم صحبت بکنید. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم. الله سبحانه و تعالی از مؤمنین که در زیر درخت با تو بیعت کردن در این زیر درخت کیا بیعت کردن؟ ابوبکر، عمر، حتی عثمانی که رفته بود به عنوان سفیر پیامبر صلی الله علیه و سلم. اصلا این بیعت به خاطر چی شد؟ به خاطر اینکه عثمان رفته بود به عنوان نماینده رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا شایعه شد که عثمان و مشرکین کشتن رضی الله تعالی عنه. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خونخواهی داماد عزیزش عثمان رضی الله تعالی عنه اومد بیعت کرد با صحابه که تا پای جان دفاع بکنن از دین مبین اسلام و دست خودش رو بر روی دست دیگرش گذاشت گفت این دست عثمان. در این بیعت همه صحابه
شرکت داشتن. الله سبحانه و تعالی به خاطر که میدونست در آخر الزمان شیعیان رافضی میان میگن که اینها در دلشون نفاق بوده و فلان بوده اینها بوده، الله سبحانه و تعالی بعد از اینکه اعلان رضایت اونها را اعلان میکنه میگه که فعلم ما فی قلوبهم، دانست که در قلبهایشان چی است، فانزل السکینه علیهم و اثابهم فتحا قریبا، آرامش را بر آنها نازل کرد و پیروزی و فتح نزدیک را با آنها پاداش داد. حالا شما این رو به هم گفتن، منم در خدمتتون راضی به این موضوع، حالا این قصد داشتم در این بیا حالا من میخوام از اینجا قصد نداشتی روی این بری چرا علیکی مثال میاری که نمیدونم یک عده میان پیش آقای انصاری و عده تو دلشون نفاق است و عده تو دلشون ایمان است؟ این آیه کوبنده از طرف الله سبحانه و تعالی در رد کسانی است که میگن که صحابه در دلشون نفاق بوده. شجره‌ای که اینها مثلا بیعت کردن که رسول خدا را یاری کنن، بعد اینها بودن که خداوند متعال در قرآن مجید ناقضین عهد را مورد انتقاد و لعن قرار داد، علاوه بر آن که در آیه 91 سوره 16 نحل آقای عاقل الله سبحانه و تعالی در این آیه میگه که فعلم ما فی قلوبهم، یک کمی از عقل و شعورتون استفاده بکنید. فعلم ما فی قلوبهم یعنی چی؟ اگر الله سبحانه و تعالی یعنی در اون زمان نمیدونست که اینا به عهد خود بیوفایی میکنن، فعلم ما فی قلوبهم منظورش اینه که الله میدانست که اینها به عهد خود عمل میکنن، به بیعت خودشون عمل میکنن، خیانت نمیکنن، ایمانشون حقیقی است، به خاطر همین اعلان رضایت کرد. اعلان رضایت الله سبحانه و تعالی تنها از کسانی میشه که اینها مسلمان بودن، با ایمان زندگی کردن و با ایمان از دنیا خواهند رفت. یک کمی از عقل و شعورتون کار بگیرید. خب اینجا گفتن که خیلی بزرگان نقل کردن که نه عهد رو نقض کردن. اون بزرگای شما غلط کردن. الله سبحانه و تعالی میگه فعلم ما فی قلوبهم، الله سبحانه و تعالی میگه که دلهای اینها رو الله با خبر بود ازش. بزرگان شما میگه که نقض عهد کردن، خب غلط کردن. بزرگان من نه، بزرگان اهل سنت میگه من برات آیه لا حول ولا قوه الا بالله تفاعد رو برات میخونم تو گوش بده. خب بزرگان خودتون گفتن، جلال الدین سیوطی در تفسیر و حافظ ابو نعیم اصفهانی خب خطیب خاتمی در مناقب شیخ سلیمان بخون هم روایت رو بخون. خب اینها گفتن که اینا که روایت رو بخون، تفسیر سیوطی در کجا گفته، تفسیر سیوطی در کجا گفته که ابوبکر و عمر و عثمان خلاف عهدشون کار کردن؟ بخون. الو واقعا برای شما آخونده متاسفم، بیچاره بدبخت. وقتی که یک مطلبی رو میخواید مطرح بکنید حداقل یک چند صفحه پیشتون بنویسید بذارید یا روش بخونید. خاک بر سر اون کسایی که در حوزه علمی قم به شما این چیزها رو یاد دادن. در کدوم تفسیر گفته، در کجا گفته؟ اینا این وضعیت ایناست، اینا شیعه هستن، شما رو به خدا اینا آر ننگن برای شیعه. برای سلام علیکم بفرمید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کمی بلندتر صحبت بکنید برادر عزیز. بفرمید. فرهاد. فرهاد برادر عزیز بفرمید. الله محمد رسول الله. اذا قوت برادر محمد. بفرمید. یه تنز دیگه هم از آقای خزینی اگر اجازه باشه. بفرمید. اجازه هست؟ بفرمید. واقعا جا داره در این عصر تشعشع اطلاعات و رسانه یه سوپان بیاد با شبکه ولایت در برنامه بنده تماس بگیره و به بنده بده آقای قزوینی پروفسور مایوف علی، شما با این همه رسوایی و دروغ، این چون بیست تناقض خیانت کتاب حال خودت و همکارات و نماینده هات نتونستید در برابر
دروغهاتون دفاع کنید، بازم اکتفا نمی نمایید و هر بار بیشتر از قبل با نهایت وقاحت و بیشرمی و پررویی میایید در شبکه صد برنامه اجرا می کنید و دروغ به خورده مردم میدید. درست. ای کاش، و بعدم به من می گفتن ای کاش من چوپان آقای قزوینی از روی شما یه دست باس و یه جفت کفش می داشتم، چون شما ادب روی دارید. آقای انصاری هم از روی شریفی یه دست لباس و یه جفت کفش می داشتن، هیچ وقت محتاج نمی شدیم. و در آخرم به من می گفتن آقای قزوینی اگر امکان داره یه چند تا از اون سکهای ولگردتونو برای من بستید که من اینها را ببرم از گله های من در کوهستان مراقبت کنن تا من مجبور نشوم هر بار برای برگرداندن گله هایم از این طرف و آن طرف بدوم. مخصوصا اون که در کربلا پارک می سر می گفت من سگ امام حسین هستم، اون سر کفایت میکنه برای همه گله های دنیا که از گله های گوسفند مراقبت کنه. آقای قزوینی شما آبروی ما چوپان ها را هم بردید. چوپان ها هر دم میریم به ما چوپان دروغ بود. درست. برادر محمد مرسون داشتم بفهمید در شبکه توحید در برنامه برادر عبدالرحیم مولازاده خدا ایشونو قوت بده، خدا ایشونو هم در فنای رحمت و قرار حد همچنین شما را آمین. کلیپی را پخش میکنه از یه طرف که این آقایان خودشونو درمانی میکنن بله. همون تو آب گلالی خودشونو دراز میکنن درمانی میکنن درست، اون طرف هم خوکا را میشونو درمانی میکنن تو همون آب گلالود میرن. درست. نمیدونم دیدید یا نه. بله بله کامل. یعنی این دیگه همون صفت هم دیگه رو دارن دیگه. درست. بیشتر از این وقت برنامه را نگیرم، فقط یک پیشنهادی داشتم. بفرمید. شما خلاف شما را قوت بده. شما خیلی 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 دقیق روی قرآن تو دهن اینها میکوبید، خدا شما را قوت بده. این خیلی ببخشید، آقای قزوینی داره شما را تهدید میکند و میگه ما شما را تبسته میاریم ایران. میخواهم از شبکه شما اعلام کنم به ایشون که آقای قزوینی خدا توسط شما روح این عزیزان را بگیرد، ما راضی هستیم به قدر خدا. بله. ما راضی هستیم به قضا و قدر خدا. خود یعنی شما فکر میکنید که آقای قزوینی خداوند که اینها را نصد داده و یاری داده که شما را رسوا کنن، شما شیعان را رسوا کنن، یعنی شما فکر میکنید که خداوند میاد روح اینها را توسط شما از اینا میگیره؟ نه، خدا اینها را، این برادران را در پناه رحمت و سلام خود قرار داده و قرار هم میدهد برای نابودی شما دنیا را بگن که شوندید، نه تنها اینها را. و حتما شما برنامه شما هم از بین خواهد برد توسط همین برادران مجاهد. این برادران مدرکی در دست دارن، بزرگترین مدرک معجزه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست، این قرآن بزرگ، قرآن کریم. و شما آخون در برابر این
نمیتوانید هیچ کاری انجام بدهید. طوری شما را رسوا کردم، طوری پا گذاشتم رو دوم شما که شما نابود خواهید شد و هیچ کاری توان نخواهید ان شاء الله. تشکر از شما برادر است. برادر محمد وقتی که ایشوری را من دارم میبینم این بر این برمز گناه حلب را دارم میبینم غضب و اجنحادی هم دارم برای برادران موحدن، برای همه مسلمانان. ای مسلمانان روزه ببینید، به مسجد بروید، دست زفری به مسجد بروید، نماز بخوانید، دعا کنید. از قوی ترین سلاح خودتون که قرآن هست استفاده کنید. درست. قرآن بخوانید، قرآن رو زیاد کنید، سنت را بیشتر بذارید، دعا کنید. خدای عالم شهد، خدا دعای شما را قبول خواهد کرد و اینها را از بین خواهد برد انشاءالله و با امید خدا. انشاءالله خودم برامتون نشم وقت شما را دیدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. برای سلام علیکم بفرمید. الو. بله بفرمید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری بفرمایید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من مصطفی هستم، از بیرجند زنگ میزنم. آقا مصطفی از بیرجند، سلام میگم آقای انصاری. آقای انصاری، این آقایی که زنگ زده بود درباره که درباره حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، اینا من با یه آقای بایه آقای حجیت الاسلام بود داشت این هم سفر بودم از تهران داشتم میرست از خراسان. این داشت میگفت که لیشون کنم و بحث یکی شما دارید این بحث در باره که شما پشت منبر میشتین میگین حضرت امام رضا با حضرت امام حسین رضی الله عنها میگفت ما پشت منبر فقط میگیم که فقط میگیم مردم گوش میکنه، اینا حرفای ما که زیاد گوش میکنه، ما جیب خودمون نگاه میکنیم. شما این قد با اینا سرکله ندین، قربونتون برم. شما چرا این بحث شریف خودتون رو به خاطر این یاروها به خاطر اینا عدد، شما واقعا دل بزرگی دارین، حوصله بزرگ دارین که با اینا سرکله میکنیم. من اینجا پشت تلفن تلویزیون نشستم، هر میگن کلافه میشم اینا، هر بهشون میگه آقا اجازه بده من حرف بزنم، هر سکتشون نمیره، واقعا من اینجا کلافه میشم. واقعا وقتی بینندگی رو میگیرم فقط همین رو میخواستم میگم. آقا تشکر از شما بردارم. تشکر الله مطالب تمام آقای تمام احمد آقا و همه رو سلام برسید. علیکم و علیه السلام. تشکر. تشکر مصطفی جان از بیرجن. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. سلامت باشید. خدا نگهدار. ببینید، من میدونم که آقا مصطفی و امثال آقا مصطفی عزیز، کسانی که الله سبحانه و تعالی قلبهای اونها رو به نور ایمان و یقین منور کرده، از تماسهای این و اصحابتهای این رو ناراحت میشن. منتها باید مردم بدانن این هایی که زنگ میزنن بحث علمی میکنن و مسائل مطرح میکنن، این آخونده اینا هستن. آخونده اینا که به این اندازه جاهل و احمق باشن که نتونن از اعتقادات خودشون، از دین و باطلشون دفاع بکنن و بیان یعنی مسائل مطرح بکنن که واقعا برای یک بچه کلاس اول ابتدایی اهل سنت هم حل شده است. طرف خبر نداره که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ذکر میکنه که همسران پیامبر مادران مؤمنین هستن. این عقل و شعور اینا که به این اندازه باشه، اون قزوینیش که متعالی بیش از 180 کلیپ از دروغ‌ها و تلبیس‌ها و خیانت‌هایشون پخش کردیم، یکیش هم نتونسته تا حالا جواب بده. اینها رو به خاطر این بهشون اجازه میدیم تا شیعیان ببینن که علمای اینها حرفی برای گفتن ندارند، حرف منطقی نمیتونن بزنن، دلیل و برهان ندارن برای اثبات دینشون.
من همونطوری که قول داده بودم بهتون، یکی از ملاهایی که گاهی اوقات بعضی از حرفای میزنه که واقعا خیلی خنده داره، کلیپش رو ببینین، بعد از اون من انشاءالله در موردش صحبت میکنم. بله، من این صداش رو یک کمی بیارم پایین چون خیلی داد میزنه ایشون. بله، بود در تحیات کسی که در نماز دیگر باشد یا در نماز خفتن باشد، تحیات بخواند، درود بخواند. اگر از شما پرسان کنم یادم چی کند؟ آیا سجده سهو بکند یا نکند؟ تحیات کنم خواند باید استاد شوند، ولی یادم سهو میکنه، درود میخوانه، اما یادم سجده سهو بکنه یا نکنه؟ بله، سجده سهو بکنه، چون قیام فرض است، تأخیر فرض آمده است. این امام اعظم صاحب فتوا گفته بود، چون ما شما پیروی از او هستیم، شب در خواب دید محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، گفت ای امام مسلمان ها از پیشت گله دارم. گفت تو گفتی که هر کس از تحیات به درود برود، درود ما را خوانده او باید جبیره بپردازه، باید سجده سهو بکنه، او را جزا تعیین کردی که کسی درود ما را بخونه سجده سهو بکنه؟ گفت قربانتان شوم یا رسول الله، یا سردار انبیای کرام، او خود سهوان درود شما را خوانده. کسی که غافل از درود شما است، غافل از خدا هست، غافل از پیغمبر است، او که غافل از نمازش است، با قیام استاد نمیشه، فرض ادا نمیکنه، غافلانه درود شما رو میخونه، ما بر جزا تعیین کردم سجده سهو است. با پشت مبارکش در خواب رسول الله علیه السلام زد، گفت آفرین امام اعظم صاحب، قربان شوم یا رسول الله و قربان شوم همه ائمه مجتهدین کرام. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خواب امام ابو حنیفه میاد و ایشون فتوایی داده، کسی که در تشهد اول سهوان درود بخونه باید سجده سهو بکنه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که چرا این کارو کردی؟ یعنی داره میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدونسته اینجا و امام اعظم رحمت الله علیه بیشتر میدونسته. و بعد از این که ایشون میگه که بله، چون که ایشون سهوان این کارو کرده نمازگزار، من برای او جزا تعیین کردم، جزاش این است که سجده سهو بکنه. بعد پیامبر به پشتش میزنه میگه آفرین ای امام اعظم. این ملاها برای اثبات دروغهای خودشون حتی حاضرن که به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم تهمت بزنن و اهانت بکنن. این داستان ساختگی، یعنی برتر دانستن امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی علیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه و سلم دین رو ناقص گذاشته بود، امام اعظم اومد تکمیلش کرد. یا مسئله ای رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدونست، امام اعظم اومد اینو به رسول الله صلی الله علیه و سلم آموخت. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم احمد جان نشون بده، در سوره نساء آیه 65 میگه که فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نه، سوگند به پروردگارت ای محمد که آنها ایمان نمی آورند مگر اینکه در اختلافات خیش تو را داور قرار دهند و سپس از داوری تو در دل خیش احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. نصیحت من به این ملا صاحب و کسایی که مثل ایشون فکر میکنه این است که برای اثبات مذهب امام اعظم نیاز نیست که به رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین بکنید و اهانت بکنید. برای اثبات مذهب امام اعظم رحمه الله لازم نیست که به این بزرگوار تهمت ببندید، خوابهای خیالی برای ایشون درست بکنید و مرتبه ایشون رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاتر ببرید. این نمونه ای از خرافاتی است که به نام دین فرق نمی کنه شیعه باشه سنی باشه، متاسفانه بعضی از عالم نماها در بین مسلمان ها رایج می کنن. کلیپ دیگری هم داریم از ایشون که این کلیپ رو هم با هم ببینیم. محمد عبدالوهاب وقتی که در مدینه منوره رفت،
بعد از اینکه آل سعود با اونا همکاری کردن، مکه را با کمک بعضی غربی ها گرفتن، مدینه را گرفتن، باز میگفت که عصای خیر من هذا، عصای ما بهتر از مرده محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. این در کتاب ها پر می باشد، حوالای در کتاب های خود عرب ها می باشد. حتی یک قسم کتاب ها در مکه مکرمه توزیع شده بود، او را جمع کردن که مردم آگاه نشد. میگه که محمد ابن عبدالوهاب وقتی که به کمک آل سعود و غربیا مکه و مدینه رو گرفت، گفت این عصای من برتر از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. من در شبکه جهانی وصال حق تحدی میکنم به این ملا و کسانی که مثل این فکر میکنن که این مطلب رو از یکی از کتابهای محمد ابن عبدالوهاب بیارن. این مطلب رو از یکی از کتابهایی که محمد ابن عبدالوهاب نوشته باشه بیارند، یا یکی از علمای وهابی به قول شما این مطلب رو نوشته باشه. متاسفانه این انسان به اندازه جاهل و نادان هست که هر چی رو که بشنوه در هر جایی که ببینه میاد سر منبر به خورد مردم میده، در حالی که این دروغی است که صوفی های گمراه و شیعیان رافضی به محمد ابن عبدالوهاب زدن. اگر هر کسی این حرف رو زده باشه، کافر است، مرتد هست، از دین مبین اسلام خارج است، جاویدان در آتش دوزخ است. میخواد هر کسی باشه، اما این تهمتی است که زدن به کسی که از یکی از صوفی های گمراه به نام زینی دهلان این مطلب رو در کتاب خودش ذکر کرده و محسن الامین از علمای شیعه در کتاب کشف الارتیاب صفحه 127، آیت الله کورانی در کتاب الف سوال این مطلب رو ذکر کرده. و شما تصور بکنید که این ملا ادعا میکنه که یکی از علمای حنفی است، مصدر معلوماتش، معلوماتی رو که ذکر میکنه در منبر، شیعیان رافضی هستن. این دروغی است که در منبر ایشون میاد و به خورد مردم میده، که امیدواریم جوانان مسلمان، خاصتا کسانی که در زیر منبر ایشون میشینن، این چهره رو بشناسن و دروغهایشون رو بهش تذکر بدن. ما قبلا بهش تذکر داده بودیم، بعد دست به دامان حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری شدن که دیگه دست از سر ما بردارید و ما دیگه از این حرفا نمیزنیم. اما مثل این که ترک عادت موجب مرض است، ایشون باید این خرافات و خزعبلات رو بگه و تا وقتی که توبه نکنه از این دروغگوییاش در منبر مزار شریف در افغانستان، ما کلیپاشو پخش خواهیم کرد. یکی از دروغای دیگرش رو ببینید. تعریف جدید از وهابیت از زبانشون بشنوید. وهابی ها کسانی هستند که امام اعظم صاحب را توهین میکنند. وهابی ها کسانی هستند کتاب ما و شما را پیش روی و هدایه را پاره میکنند. تو دشنام میته بزرگان وقت را. بله. میگه وهابی ها کسایی هستند که دشنام میدن امام ابو حنیفه را و بزرگان را، در حالی که به قول همفکران ایشون در مرکز وهابیت به اصطلاح در مدینه منوره، در دانشگاه اسلامی مدینه منوره کنفرانسی دایر شده بود در مورد شخصیت امام ابو حنیفه رحمه الله. این صفحه دانشگاه اسلامی هست، احمد جان اگر نشون بده. در اینجا کنفرانسی بود در جامعه اسلامی که در مورد امام ابو حنیفه و تأثیر ایشان در مذاهب فقهی، کنفرانسی در اینجا دایر شد که علما در مورد شخصیت والای امام ابو حنیفه رحمه الله صحبت کردند و این به قول اینها در مرکز وهابیت صورت گرفته بود، که انشاءالله اگر خواست الله سبحانه و تعالی بود ما جریان این کنفرانس را هم انشاءالله دوباره خواهیم کرد به اذن الله تعالی و در شبکه پخش میکنیم. و
در این کنفرانس کسانی که شرکت کرده بودن، احمد جان نشون بده این تصویر رو. اینا علمایی بودن که از سراسر عربستان سعودی و جهان اسلام در این کنفرانس شرکت کرده بودن. تشکر میکنم از احمد آقای گل. اینم نمونه دیگری از دروغ‌ها و تلبیس‌های این عالم نمایی که مصدر معلوماتش سایت‌ها و کتب شیعه است. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری، یه لحظه کشید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. بفرمایید. شب شما بخیر. جناب آقای انصاری، بفرمایید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ سلام برادر عمو جگر. بفرمایید. قربون شما، خدا اله شما برکت کلمه لا اله الا الله قریب تندرست داشته باشه، سلامت باشید و بر این معلومات شما بیفزایه. آمین. و خدا شما به همه حال سالم و تندرست داشته باشه. آمین. و شما رو همچنان. یک چیزی برای شما بخانم. بفرمایید. مناجات خواجه عبدالله انصار. انصار، بفرمایید. هر که تو را شناخ جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. دیوانه کنی هر دو جهانت بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. الله اکبر. تشکر از شما. تشکر از شما برادر گرامی. تشکر از این بیننده عزیزمون، تماسشون متاسفانه قطع شد. بله، سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خسته نباشید، خوب هستین؟ سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم. آی انصاری، من ببخشید دو تا گله از شما داشتم. اولی یکی این که شما گرایش حنفیت بیشتر دارید. البته این که به خدمات شما شک ندارم. بله. و از برنامه های بسیار خوبتون تشکر میکنم. از بزرگواری امام ابو حنیفه هم شک ندارم، ولی با وجود این که بیشتر، یعنی نه بیشتره، ولی خیلی از بینندگان شما این مذهب هم هستن. بله. ولی شما گرایش حنفیه بیشتر دارین، و در حالی که این بزرگواران، یعنی امامان اربعه، هیچ مشکلی، هیچ اختلافی با هم ندارن به نظر من. چطور شما متوجه شدید که من گرایش به امام ابو حنیفه دارم؟ دلیل هیچ اختلافی این بزرگواران ندارم. من همینو بارها ذکر کردم که مسائلی که اختلافاتی که در بین مذاهب اربعه وجود داره بحث اجتهاد است. اصلا اختلاف نیست. بله. اصلا اختلاف نیست های انصاری. اصلاً اختلاف، یعنی یک چیزی هست الان در مسائل اعتقادی، در مسائل اصولی و اعتقادی، تصویر بنوت صبح به نظر من هر دو بزرگوار درست میفهمن. یعنی هر چی هست. برادر عزیز و گرامی، برادر عزیز و گرامی، من بارها صحبت کردم در این مورد، گفتم که مذاهب اربعه اهل سنت در مسائل اصولی و اعتقادی هیچ اختلافی با هم دیگه ندارن. آنچه که هست اجتهاد است. اجتهاد است که حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو تایید کردن. بله، دقیقاً درسته. شاید به نظر من اینجور رسیده. من اگه اینجوره، شاید من معذرت میخوام. اگه نه، خواهش میکنم. به نظر من گله وارد بود. یکی هم در مورد یه بار جناب عالی شما این که بدون ریشتار مسلمانان بدون ریشتار فکر گناهکار دانستید، یعنی کسی که ریش نمیذاره، این فکر کنم یه چیز اعتقادیه و فکر نمی کنم گناه باشه، یعنی گناه به اون صورت گناه باشه اگه کسی ریش نذاره. حالا نمیدونم، این یه دلیل
از روی داره، یعنی این که مثلا حدیثی هست در این مورد که حتما باید روش باشه، ای سفی نداشته باشه گناه میکنه، یعنی این که یه اعتقادی نداره به نمیذاره، اینو نمیدونم حالا چجوریه قضیه شد. یه بار شنیدم چند ماه پیش اینو شما فرمودید. بله در این مورد صحبت میکنیم انشاءالله. گله بعدی باشه. از برنامه خوبتونم ممنونم. همین دوتا همین دوتا. زنده باشید. سنده باشید. الله متعال استدن کن. خدا نگه دارد. سنده باشید. من در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که در بخاری روایت شده و ابن حبان هم روایت کرده و شیخ ناصرالدین آلبانی هم در سلسله احادیث صحیحه در شماره 3123 3327 و 331 اینا رو آوردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که آتش پرستان سیبیلا رو بلند کرده و ریشهایشان را میگیرن، پس با آنها مخالفت ورزید، سیبیل هایتان را بگیرید و ریشهایتان را بلند بگذارید. در حدیث دیگری که عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما روایت می کند از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودن از فطرت است مزمزه کردن، استنشاق کردن، مسواک زدن، کوتاه کردن سبیل، گرفتن ناخن، تراشیدن موهای زیر بغل و شستن فاصله بین انگشتان و ختنه کردن و همچنین گذاشتن ریش. از عایشه رضی الله تعالی عنها روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند 10 چیز از فطرت است: گرفتن سیبیل، بلند کردن ریش، مسواک زدن، استنشاق، گرفتن ناخن، شستن لای انگشتان، تراشیدن موهای زیر بغل، تراشیدن موهای زیر ناف و استنجا. که این روایت هم در مسلم و در مسند امام احمد و در ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و ابن خزیمه اومده. یعنی اگر بخوام من روایاتی را که در مورد گذاشتن ریش و امری که رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن بگم، یعنی روایات زیاد هست و شاید که خیلی وقت بگیره. حتی از در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که همیشه امر کردن که ریش بگذارید و سیبیلاتون رو کوتاه بکنید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری، اسکایپ واسه نمیشه، من حرف میگیرم نمیشه. آقای حسینی شما فرمودید که هفته آینده صحبت میکنید، قرار این هفته صحبت کنید؟ جانم همین هفته شما گفتین. آها آقای حسینی، بله الان اسکایپ هست، شما الان زنگ بزنید وصلتون میکنه. نه اسکایپ مگه وسال لایف نیستش؟ من هر چی میگیرم رد میشه. وسال حق الان دوستان نوشتن دو صفحه تلویزیون نگاه بکنید. نه من هر چی سیو میکنم وسال لایف میاد. شما یوزرتون رو بفرستید به ایمیل لایف تا چون تماس‌ها زیاده از بین تماس‌ها، یعنی یا بنویسید پیام بفرستید بگید که من فلانی هستم، حسینی هستم. ها همین اسکایپ وسال حق، همین اسکایپ میشم باید بنویسم؟ نه فقط وسال حق، فقط وسال حق بنویسید. خب من همین هرچی می‌نویسم وسال لایو میاد، نمیدونم چی. والا اینجا همه دوستان دارن زنگ میزنن، نمیدونم. دوباره سعی کنید، دوباره تلاش بکنید ان شاء الله. الان نگاه این رسال حق من نوشتم نمیاد. میاد ان شاء الله، سعی کنید تلاش بکنید میاد. دوستان عزیز بیاید با هم یک کلیپ ببینیم. کلیپ کافر همه را به کیش خود پندارد، کلیپ شماره 822. بعد از پخش این کلیپ ان شاء الله دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. کافر همه را به کینش خود پندارد. ببینید ما روایات فراوانی داریم که خیلی از انبیا وقتی که گرفتار می شدن متوسل به ائمه ما می شدن.
یا خدا رو قسم میدادن به حق ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. اون قصه توبه آدم معروفه، یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، که قرآن هم به اجمالش اشاره میکنه. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه. علت پذیرش توبه آدم بعد از 300 سال گریه کردن این بود که یک کلماتی رو از خدا دریافت کرد. اون کلمات همین کلماتی بود که عرض کردیم، یعنی توسل او در واقع به پیغمبر و امیرالمومنین از زهرا و امام حسن و امام حسین بود که باعث آمرزش او شد. آنچه که این آخوند برای نسبت شرک به انبیای الهی به آن استدلال می کند آیه 37 سوره مبارکه بقره است. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و الله توبه او را پذیرفت. همانا الله بسیار توبه پذیر و مهربان است. کتب تفسیر معتمد نزد اهل سنت و شیعه از مفسرین بزرگ اسلام چون ابن عباس، حسن بصری، سعید ابن جبیر، مجاهد و غیره نقل کرده اند که مراد از کلمات در این آیه همان کلماتی است که در آیه 23 سوره اعراف ذکر شده است. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آن دو یعنی آدم و حوا گفتند پروردگارا ما بر خود ستم کرده ایم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. راست گفتند که کافر همه را به کیش خود پندارد. آنچه آدم علیه السلام برای پذیرش توبه خود به آن متوسل شده است، مناجات خالصانه با الله متعال و طلب بخشش از اوست. اما آخوند رافضی برای توجیه شرک خود و مذهبش با ذکر روایاتی ساختگی و دروغین که هیچ پایه و اساسی ندارد، سعی می کند تا پیامبران الهی را هم کیش خود و مشرک نشان دهد. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بل الله فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بگو ای نادانان، آیا به من دستور می دهید که غیر از الله را بندگی کنم؟ و به راستی که ای پیامبر، به تو و به پیامبران پیش از تو وحی شده است که اگر شرک بورزی به طور قطع عملت نابود و تباه می شود و از زیان کاران می گردی، بلکه تنها الله را بپرست و به فریاد بخوان و از سپاس گزاران باش
و الله را چنان که سزاوار بزرگی اوست ارج ننهادند و روز قیامت سراسر زمین یک بار در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پیچیده می شود. او پاک و منزه است و از آنچه شریک بله بینندگان عزیز گرامی، این کلیپ رو هم دیدید. کافر همه را به کیش خود پندارد. یک کلیپ دیگری هم براتون پخش بکنم در این لحظات پایانی برنامه خون خدا، کلیپ شماره 829، به حق چیزای ندیده و نشنفته. خون خدا. آقا یه گاوی اینجا کشتین، خونش ریخته رو زمین، میگن این خون گاوه. یه گوسفند کشتین، میگن خون گوسفنده است الان کشتن. یه جوونی امروز توی بغداد، در سوریه، در دمشق بمب گذاشتن، خونا ریخته بود رو زمین، میگن خون این پسر است، خون این جوانه. اما خون حسین وقتی ریخ رو زمین، خدا گفت این خون منه. خون را منسوب به خودش کرد. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. و چه کسی ستمکار تر است از کسی که بر الله دروغ می بندد؟ آنان روز قیامت بر پروردگارشان عرضه می شوند و گواهان می گویند اینها همان کسانی هستند که بر پروردگارشان دروغ بسته اند. هان لعنت الله بر ستمکاران باد. چند پرسش از این آخوند. اول، در کجا آمده است که الله عز و جل حسین را خون خود نامیده است؟ آیا این سخن شما مصداق دروغ بستن بر الله متعال نیست؟ دوم، آیا خدایی که خونش توسط بندگانش ریخته شود قابل پرستش است؟ سوم، آیا این همان فرهنگ نصرانیت نیست که عیسی علیه السلام را خون الهی می دانند که خود را فدا کرد تا بهشت را برای مسیحیان تضمین کند و آنان با خیالی آسوده و به زعم بهشتی تضمین شده دست به هر جنایتی بزنند؟ جدید از این آخوند به ذات اقدس الهی. بله سلام علیکم، بفرمید. سلام علیکم، بفرمید. سلام علیکم برادر عزیزم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. آقای انصاری، همین این آخوند 15 خدایی میگین همون نیست؟ بله. ای خدا لعنت کنه انشاءالله، خدا لعنتش کنه انشاءالله. این همون کسی هست که میگفت خدا 14 تا خدا مثل خودش آفریده. میگم این همون 15 خدایی میگه درست.
آقای انصاری ببخشید حالا مزاحم وقتت شدم. خواهش میکنم بفرمایید. دیروز در شبکه کلمه این همون که پیش مرگت شد این داشت تهدید میکرد آقای خدمتی و ترشابی و اینا رو همه رو بله. یه طور میکرد آقای انصاری، یعنی چیزی که نام خودش نسبت کنه به این آقایون بله. گفت من اصلا گفت میخوام واقعا نمیخوام اصلا جمله شو بگم درست حالا دیگه مجبورم چون به گفت شما مثل خیلی عوض میخوام خیلی عوض میخوام چیزی که نام خودشه گفت مثل سگ اینا پارس میکنن اونور آب درست. یه خواهش میتونم از شما داشته باشم خواهش میکنم شما رو به خدا بفرمی. اون کلیپ سگان ولگرد و پخش کن به این قزوینی بفهم اون سگ کیه و پارس میکنن من فقط همین باشه چشم این از دیروز دالا به ذهنم بود که من امشب به شما بگم چشم. اینی که میگه اینا مثل سگ مبرونی به این نشون بگید که سگ کیه کی پارس میکنه باش چشم خدا لعنتش کنه ایشالله خدا لعنت کنه این پونده خدا یر با این یارو بدای تو بشم زنده باش برو برم من سلامت باش دعا کنید برای من خدا نگه دار دا به قلبی زنده باش آقا تدوینی خدا لعنت کنه تدوینی رو خدا لعنتش کنه ایشالله با این پونده خدایی رو زنده باشید الله و تعالی حفظتون کنه آقای انصاری جانم خداوند خدا نکنه خداوند کسی رو رها کنه بله یعنی اینا همون دسته یعنی که الله رهاشون کرده دیگه درست هرچی درشون میخواد پس از شما رو خدا اون کلیپ رو پخش کنید قضیه بفهمه چیه اون چیزی که نام برد اونه چیه فدای تو بشم قربونت برم پونزه خدایی پیش مرگت بشه شب بخیر خدا نگهدار زنده باشید سلامت باشید انشاءالله بعد از برنامه بعد از پایان برنامه این کریپ سگان اهل بیت انشاءالله پخش میشه بله سلام علیکم بفرمایید سلام علیکم بفرمایید بله سلام علیکم بفرمایید السلام علیکم آقای انصاری خسته نباشید سلامت باشید خودتون رو معرفی کنید از کجا زنگ میزنید من علی هستم از کرمانشاه آقا علی از کرمانشاه آقای انصاری ببخشید مزاحم شدم یه کلیپی دیدم ازش یکی از چلوهای توحیدی که یکی از آخونده میگفت حضرت ابوبکر اون که نیست حضرت میگفت حضرت ابوبکر خلیفه اول یهودی بوده با یهودی ها یک کدو داشته و مثلا نشست و برخاستی داشته با یهودی ها درست میگو دستی که خونده اون موقع از یهودی ها دست خونده مکتبش از یهودی ها گرفته میگو این کلیپی هم بود مال آقای احمدی نژاد که با خاخامای یهودی روبوسی میکرد درست بعد روبوسی میگرد بعد آقای خامنه ای هم میگو نظر من به نظر آقای احمدی‌نژاد نزدیک‌تره بعد این وسط مشخص میشه که کی مکتبش از یهود گرفته درست این چند تا کلیپ رو با هم یه طوری درست کنید من ممنون میشم انشالله تشکر میکنم از برنامه خوبتون زنده باشید تشکر از شما خدا حافظ خدا نگهدارت اینها چون مؤسس مذهبشون عبدالله ابن سبعی یهودی است آنطوری که در کتاب‌های خودشون اومده به خودشون اعتراف کردن و به خاطر اینکه مسلمان‌ها رو فریب بدن مجبورن که این تلبیس‌ها و دروغ‌ها رو بگن دیگه میگن که نیش عقرب نه از رأی کین است اقتضای طبیعتش این است دروغ و تلبیس و خیانت اقتضای طبیعت آخونداست برای سلام علیکم بفرمایید الو سلام آقای انصاری خاطرم سلامت باشید آخر سوری من مثل قضیه پسره یه گله نه ست تا گلگی از دست کن دارم میشه خودتون رو معرفی کنید؟ اما عباس هستم آیا عباس آقای بزرگوار بفرمایید هزار تا گله بکنید من
عزیزی. آیا انصاری من امروز داشتم برنامه دیر نگاه میکردم شبکه کلمه رو درست و خلاصی داشت در مورد تیرزمی سوریه که آتیش میزد. خب تو من کار ندارم حالا کی گناهکاره کی بیگناه. من وقتی میبینم یه جوانایی میمیرن، یه بچهای اطفالی واقعا بیپرون مادر میشن گری میکنن، یه بچه میزن سوخته بود اینا به والله اینقدر گری کردم که سر نماز من گفتم خدایا سری من سری نماز خوندم از چیز توبه میکنم. فقط بابتی که خواستم باید بچه های سوریه دعا کنم و سوریه اگه هر کی حق میگه تو کمکش کن و خیلی سریعتر حق و بر باطل نشون بده. بعد دور داشتم این برنامه تکراری رو نگاه میکردم خلاصه دستون در نکنه خواستم تشکرم کنم. میذارم ما خندیدیم ولی دقیقا دو ساعت من دارم تماس میگیرم بالا 300 تا تماس. این آقای جنتی داشت صحبت میکرد یه آیه میگفت درست. من خلاصه پشت بنده که پسره زنگ زده بود واقعا من تشکر میکنم ازش، حالا هم از شما که این پخش کردین همون که گذاشت. گفت آقا من بعد از عمری الان فهمیدم امام ای امام زمان هزار و چند سال سن داره به این تلفظ قرآنش هم همون تلفظ قرآنی که قرار با خودش داره. آخه قرآن خونده بود که من پکیده بودم از خنده نمیدونم که میخوند خدا بکیم. ولی یه لحظه هم دزدت رو که اون مردمی که در اومد و خدای من هم ببر اون مردم هم های های گریه میکردم با خدا انگل نمیبره کنم. من خلاصه از این چیزا من خیلی خندم گرفته بود. درست. یه سوال شهری هم داشتم حالا در مورد کلیپتونم باز صحبت کنم براتون. آیا هم سایی نگاه کنید بذار براتون قانع کنم که آره امام رضا شفا میده خب ابوالفضل و اینا هم که میرن پول میزن تو پس شفا میده. حالا من براتون دقیقا با مدرک میگم خب درست. نگاه کنید موقعی که من میرم نزد میکنم تو امام رضا خب بعد مثلا میگم امام رضایی 100,000 تومانه میگیرید 20,000 تومانه بگیر خب او آقایون اکسی که بودجه رو دارن میگیرن خب پول دو طرفه بچهشون در میاد، پول بیمارستانشون در میاد، پول خیلی چیزا در میاد بچه پا میده من نیازه بگم بابا بگلن امام رضا شفا میده بابا اونو شفا میده نه منو بدبخت رو ناکنه بلا سالت شده امام رضا شفا میده بلا دیدین نیازه که اونا تاکید کنن که بابا برین زیارت امام رضا از صد کعبه بالاتره. بعد یه گلگی هم داشتم و در مورد پسره واقعا آتیش هم زده بود ناکنین این حضرت ام المؤمنین عایشه رو که داشت صحبت میکرد. آقا ناکنین من خیلی خیلی معذرت میخوام اگه داره برنامه رو میبینه آقا مردی که بزغاله خود شیعه هم دارن تاکید میکنن که بابا ام المؤمنین عایشه زن خب حضرت محمده تو میخوای ثابت کنی که زن حضرت محمد نیست میخوای ثابت کنی یارا هم ساری کیان یارا من کیان عباس جان جان از چی به ناله عباس جان شما به این گفتید جان. شما به ایشون گفتید بزغاله من میترسم فردا همه بزغاله های دنیا اعتراض بکنن تظاهرات بکنن که چرا ما رو به یک آخون تشبیه کردیم. آره اول این هست خدا وکیل اینجا ما فقط تاکسی ها رو داریم دیگه ناشتن بلنها رو گذاشتیم پای درد. زنده باشید عباس جان الله مطالب ستون عزیزه. آیا انصاری فقط خواستم اگه یه لطفی بکنید یه خیلی سریع خب یک تشهد سلام آخر نماز رو برام هم بگین من سریع اینو بنویسم چون یه ذره حس میکنم اون امروز هم آقای هاشمی بنده خدا واسه هم گفت ولی عجله‌ای داشتم نشستم تو سر کار تو بیابون بودن اگه بتونین بگین من سریع اینو بنویسم واسه نماز ذره بیشتر روی تأکید کردم. آخه من تا گفتم تا چند وقت پیشم حتی نمازم هم فقط وضوع و طرز وضوع گرفتنم و یه سری از چیزها رو رعایت میکردم. درست. بعد دیدم بابا اصلا تو نماز مثلا تسبیحات ارویه رو من داشتم میخوندم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعد دیدم که نه نماز سه رکعتی او باید همون سوره فاتحه رو بخونی و بعدش دیگه چیزی ما نداریم. ناکن یه سری بازم پیشابهاتی هست. ناکن من بچگی با این نماز این ذکر بزرگ شدم.
به نام زهر شخص من بعضی اوقات سر نماز دارن نمازان شاید باور نکنی، بعضی اوقات شده یه نماز رو من دوبار میخونم، دارم نماز میخونم بعد نگاه میکنم بابا من یه چیز دیگه خونم، دوبار من میگم خدایا چیکار کنم، دوباره برمیگم که نماز صحیح بخونم، میگم خدایا تو ببر. چون بعضی اوقات هم بازم اینو گفتم آیا انصاری خواستم نمازایی که من میخونم قبلا الان من باید قضاشون رو بخونم یا اینکه نه نخونم درسته دیگه؟ نه انشالله درسته، انشالله الله سبحانه و تعالی قبول میکنه نمازاتو عزیزی. خب بعد امام زمان هم خودگی خدا رو شکر ما پیدا کردیم قانون جنتیه الله و تعالی حفظتون کنه. آیه قرآنش هم خونده بود خدا وکی، نمیدونم حالا کدوم سوره بود کدوم چیزو نمیدونم دیگه، ولی خوقشنگ خونده. من تعجب میکردم اونایی که داشتن گری میکردم پا منبر، این خیلی من اذیت کرد والله، خیلی من اذیت، ولی خب دستون در نکنه یه ذره ما خندیدیم. سلامت باشید، الله متعرفتون کنه، تشکر از شما، زنده باشید. فقط نیست گفتم اگه من سلامت شهاد رو برام هم بگید چشم، زنده باشید، الله متعرفتون کنه. کنم یا الان گوش بگیرم؟ الان انشالله شما قطع بکنید من کلیپشو انشالله میذاریم الان. الله متعرفتون کنه، دستتون رو هم کنه، مشکر عزیزی، خدا حفظتون کنه و انشالله که همه رو به راه راست برد کنیم از زبون شما بشنوند. آمین. و تو هیچی دن بگم باز مردم سوریه من گفتم خدا که من نمیدونم حالا نکنیم، من دیدم یه سری بس شباهتی هست، من فقط اینو میگم خدایا هر کی که ناحق میگه تو از بینش ببر، تو حق رو پیروز کن بر باطل، حالا هر کی هست تو پیروزش کن. من دلم واقعا واسه بچه‌ها و جوان‌ها خیلی می‌سوزه، انشالله که اونا موفق باشن. من در خدمتم، سلامت باشید، الله متعالفتون کنه، خدا نگهدارت. احمد جان اگر از کلیپ نماز همین قسمت رو آماده میتونید بکنید در این چند دقیقه که وقت داریم، 3-4 دقیقه که پخش بکنیم خدمت برادر عزیزمون عباس آقا، امکان داره؟ باشه باشه. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید، باشه، سلامت باشید، الله متعالفتون کنه. احمد آقا از اصفهان. خیلی کوتاه برادر عزیز بفرمایید، ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. وقت ندارید، ولی شما یه فرصت بخوام برای چند هفته آینده برای این گفتگوی دوستانه پیرامونه برخی مباحثی که شما در اینجورت مطرح بکنید. شبکه وصال حقه ولی در اصل شبکه وصال باطل، سعی بکنید انشاءالله تو مسیر حق قدم برداریم انشاءالله. احمد آقا دین شما به شما این اجازه رو داده که همین که شروع کردید سلام علیکم علیکم السلام بگید که وصال باطل، دیگه چه مناظره چه گفتگوی دوستانه. احمد آقا ببینید دوست عزیز، وقتی که شما میگید گفتگوی دوستانه، من بیام به شما فحش بدم توهین بکنم بعد بگیم حالا شما ناراحت نشید ما با شما گفتگوی دوستانه خواهیم داشت؟ یعنی در دین خلاصه، یعنی باید به اون معتقداتتون عمل بکنید که فحش دادن به اهل سنت به عموم مسلمان ها عبادت است. بابا این ملا عمری و طالبانی هم یک همه فحش دیدن تو هیچ چیز نمیگید. حالا ما یک کلمه گفتیم آقای محترم، من به اونا کار ندارم، شما که عرض کردید که گفتگوی دوستانه، من تعجب کردم همین شروعش گفتید که وصال باطل. آقا من هفته گذشت جان، من معذرت بخوام همیشه. خیلی خوب، آفرین، انشالله هفته آینده شما با اسکایپ تشریف بیارید، آدرس اسکایپ رو هم یادداشت بکنید. الان وصال حق، من اسکایپ چیزی در اختیار ندارم، تلفن هم یه بخواهم در خدمتتون. اسکایپ پیدا بکنید، با صدا و تصویر بیایید، انشاءالله با اتون صحبت میکنیم. اگر واقعا در اختیار ندارید و صادق هستید در این حرفتون، مشکل نیست، تلفنی هم بیایید، وقت بهتون میدیم. ببینید، شما توقع نداشته باشید که من با شما مناظره بکنم، به عنوان یک بیننده بهتون وقت میدم، 5 دقیقه بهتون وقت میدم، هر چه دوست دارید بگید و بعد از اون انشاءالله جوابتون از ما بشنوید. تماستون قطع شد، امیدوارم که هفته آینده زنگ بزنید. احمد جان کلیپ نماز آماده است؟ بعد از برنامه اول کلیپ نماز انشاءالله پخش بکنید که عباس آقا منتظر هستن، و بعد از اون انشاءالله کلیپ سگان اهل بیت انشاءالله پخش میشه.
تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه بودید. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به من، به شما، به همه عزیزان بیننده توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو نصیب بکنه. همچنین امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به خانواده برادر عزیزمون ابو حامد از اهواز که دو تا از پسرانشون امشب اعلان هدایت کردن و شهادتین خوندن، الله سبحانه و تعالی در عمرشون، در مالشون، در زندگیشون، در فرزندانشون برکت عطا بکنه و صبر و ثبات و پایداری نصیبشون بکنه و همراهی با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب و اهل بیت گرامیشون در جنت رو نصیب ایشون و همه موحدین باقی بکنه. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، الله یار و نگهدارتون باد و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.